با درود و عرض ادب خدمت شما همه عزیزان حاضر در جلسه و همینطور عزیزانی که از طریق اپلیکیشن و یوتیوب کانون ما رو دنبال میکنید، جلسه هماندیشی کمیته پژوهش با موضوع حق اعتراض، بررسی نقاط قوت و ضعف جنبش جاری رو از کمیته از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در خدمت شما هستیم. امروز میهمان عزیزی هم در خدمتشون خواهیم بود، جناب آقای محمد رضا رایی. همونطور که عرض که امروز 19 اکتبر 2022 برابر با 27 مهر 1401 از سده 18 جلسه ما آغاز شد. همونطور که عرض کردم موضوع جلسه حق اعتراض و بررسی نقاط ضعف و قوت جنبش جاری است. هرچند که من شخصا علاقه مندم که نقاط قوتش رو بیشتر بگم، چون واقعا نکات مثبت خیلی زیادی داشت جنبش اخیر، از جمله همبستگی همه اقشار بود، چه داخل کشور چه کسانی که ایرانی هستند که بیرون از کشور، خارج از کشور هستند. همبستگی همه اقوام ایرانی بود که آذربایجان به حمایت از کردستان، گیلان به حمایت از تهران، بلوچستان به حمایت از و غیره. همینطور پیوستن دانشجویان، دانش آموزان، اساتید دانشگاه، اعتصاباتی که در حال حاضر در حال انجام، همه اینا به نظر من نکات مثبت بود. و یک نکته خیلی خیلی ویژه‌ای که وجود داشت از نظر من حضور بانوان بود، یعنی کلید این جنبش رو بانوان زدن با شعار بسیار زیبای زن زندگی آزادی. الحق که آقایان هم حمایت جانانه کردن از خانم ها و این جنبش رو شکل دادن و مستمر تا هفته پنجمش که در الان در اون هستیم ادامه داشته. این خب در حال نقاط ضعفی هم داشته که باید بهش پرداخته بشه. قطعا یکی از نقاط ضعفش همونطور که تو جلسات گذشته هم بود، عدم شعاری مبنی بر استقلال کشور، استقلال مردم. یعنی تو شعارها آزادی هست اما استقلال نیست. حالا اینا باید بررسی بشه که چرا. بنابراین من سخن رو کوتاه میکنم و میکروفون رو در اختیار جناب آقای رایی قرار میدم و از صحبتهای ایشون استفاده میکنم. آقای رایی بفرمایید. بله، با درود به شما دوستان گرامی و تمام شنوندگان و بینندگان گرامی. توضیحات شما رو تایید میکنم آقای شایگان گرامی. در واقع جنبش در زمینه‌های موفق داره عمل میکنه. از جمله نقاط توانایی این جنبش تداوم این جنبش هست، چون جنبشی که تداوم داشته باشه و نشان بده که میتوانه روز به روز بزرگتر بشه، جنبشی هست که امکان موفقیتش زیاده. این جنبش چالاکی‌هایی هم داره که چالاکی البته میتونه ربطی به وجدان اخلاقی ملت نداشته باشه، اما لازم است برای کار کردن. و در واقع با این چالاکی‌ها توان اطلاع رسانی، اطلاع دهی و ایجاد امنیت برای خود تقویت شده، به این صورت که موقعی که افکار عمومی دنیا مطلع میشه از یک ملتی، از سرکوب یک ملتی، از سرکوب بخشهایی از یک ملتی، توان سرکوب رژیم کاهش پیدا میکنه. به این علت که مجبور میشه نوع رفتارهای خودش رو، از جمله رفتارهای قانونی خودش رو تخریب کنه و با این تخریب عمر خودش رو کوتاه کنه. در همین رابطه حتما این روزها شنیدید یک نویسنده از جنبش فعال دانشجویی اطلاع داده که اون قواعدی رو که در رابطه با
کنترل دانشجوها در دانشگاه ها رعایت میکردن، اون رو هم دیگه الان رعایت نمیکنن. به عنوان مثال لازم بوده که بنویسن به چه علتی دستگیر میشن، الان بنویسن به علت هایی. این نشان دهنده است که رژیم حتی قواعد خود رو هم نمیتونه رعایت کنه. از دیگر نقاط قوت جنبش این هستش که همونطوری که آقای شایگان توضیح دادن، زنها نقش در واقع هدایت و سخنگویی رو پیدا کردن. حالا اگر رهبری نگیم، چون رهبری معانی مختلف داره و این سازنده است، چون زن مادره، زن همسره، زن دختره، زن در واقع تولیده، حتی تولیده، و زن نقش اول رو داره در بسیاری از زمینه ها که پنهان میشه. از جمله این که فعالیت های زن بیشتر از مرده. زن کار میکنه و در خانه هم کار میکنه، اما مرد کار میکنه، ممکنه خونه کار نکنه. و بسیاری از توانایی هایی که زنها در مدیریت و اداره کردن دارن که متاسفانه سانسور میشه. در واقع موقعی که زن میگیم، در واقع داریم از حیات جامعه صحبت میکنیم، اما منظور ما این هم هست که در هر مردی هم زنانگی وجود داره و در هر زنی هم مردانگی وجود داره. به این صورت که موقعی که به زن توهین میکنن، به مردم توهین میکنن، و موقعی که میخوان قسمتی از جامعه رو تخریب کنن، در واقع میخوان تمام جامعه رو تخریب کنن. و همونطوری که فردوسی در شاهنامه توضیح داده، شبکه های تو در توی قدرت از طریق روابط خانوادگی و ازدواج ها صورت میگیره. پس بنابراین از طریق قدرت میشه تخریب کردی ملتی رو. از طریق قدرت میتوان ملتی رو ساخت. از طریق قدرت میتوان جلوی ساخت یک ملت رو گرفت. ببخشید. از طریق قدرت و از طریق زن میتوان به عکس توجه کرد که قدرت سازنده نیست و میتوان در مقابل قدرت قدرت زدایی کرد، خشونت زدایی کرد و میتوان بر حقوق باقی ماند، یعنی به حالت طبیعی باقی ماند. حالا چرا نقش زنان در این قسمت مهمتر از مردا هست؟ به این علت که در مجموع زنها انتخابهایی که دارن به طبیعت نزدیکتره تا به مردا. به عنوان مثال موقع ازدواج یک مرد به زیبایی زن توجه میکنه، نمیدونم به کششش توجه میکنه و امثال اینا، ولی زن فقط به این بسنده نمیکنه، بلکه نگاه میکنه به توانایی مرد، به اینکه چگونه میتوانه نقش پیدا بکنه، به پروژه‌ای که در آینده دارن. در این زمینه زنها همیشه موفق تر از مردها بودن در طول تاریخ. و بنابراین با این روی موقعی که میان در یک جامعه دارن خشونت رو میارن پایین. زنی که در یک ورزشگاه میره جلوی حرکت‌های نامربوط رو میتونه بگیره، جلوی خشونت‌های بی خود رو میتونه بگیره. زن موقعی که در یک جامعه میاد همینطور، در یک اداره میاد همینطور. بماند که در بین خود خانم‌ها قدرتمداران عمل کردن هم وجود داره که ربطی به زن که دارم میگم نیست، اون زنانگیست. همگونه که مرد داریم و مردانگی، یعنی زن ایدئولوژیک منظور ما نیست، زن طبیعی است. این زن طبیعی به طبیعت خودش نزدیکتر باقی مانده تا زن. به این علت در این در جنبش سال 57 این گونه بوده. جنبش های بعدی هم سال 88 خصوصا زنها نقش بسیار فعال داشتن. الان هم سالهای 96 و 98 هم فعال بودن و الان میبینیم که نقش برجسته پیدا کردن و این برجستگی در واقع به نفع همه ما هستش. از نظر حقوقی سازنده است و نشان دهنده این هستش که جنبش عمومی که یکی از خواسته ها شرکت جمهور مردم هست، با حضور زنها عینیت دقیق تری پیدا میکنه. از جمله خصوصیات این جنبش این هستش که به تدریج داره بعضی از ایرادهای خودشو برطرف میکنه به نظر میاد. حالا وارد جزئیات شاید زوده بشیم، در آینده نزدیک دیده خواهد شد، اما به این مسئله توجه داشته باشیم که ما ایرانی ها بنیانگذار جنبش همگانی هستیم. ما ایرانی ها
در واقع استاد این کار هستیم، به اصطلاح فارسی خودمون استاد این کار هستیم و این کار رو نشان دادیم، بارها به بارها نشان دادیم در طول تاریخمون و ملت‌های دیگه از ما این روش رو برداشتن و استفاده کردن و به دموکراسی‌های نیمبند رسیدن، آنچه که ما نرسیدیم. اروپای شرقی این کار رو کرد، یا حتی در کشورهای پیشرفته بعد از این جنبش عمومی که مردم پیروز شدن، مثلا در 1984 در فرانسه جنبش عمومی شد و پیروز شد، کار به انقلاب نکشه چون در درون رژیم این تحول پذیرفته شد. همینطور در اروپای شرقی، در خود روسیه سابق، اتحاد جماهیر شوروی سابق و اروپای شرقی، همین جنبش همگانی نتیجه داده و به تدریج روش های دیگه از اعتبار افتادن، از جمله در خود ایران روش مسلحانه جواب دیگه نمیده، در خیلی از کشورها دیگه جواب نمیده. در زمانی قبل از انقلاب ایران، مثلا در ویتنام، در الجزایر جواب داده، جواب داده با نتایجی که به هر حال کمابیش خشونت زیاد هم توش بوده، اما حالا جنبش های رهایی از استعمار رو دارم میگم، اما دیگه بعد از اون ما شاهد شکست های فراوان این جنبش های مسلحانه در امریکای جنوبی شدیم، در ایران خودمون در دهه 60 شدیم و همینطور در کشورهای آسیایی شدیم و افریقایی شدیم. شما میبینید که در نمونه بسیار واضح برای ما ایرانی ها همین سوریه هستش که جنگ مسلحانه تمام اون جنبش اولیه که داشتن از بین برده. پس بنابراین توجه شما رو جلب میکنم که جنبش همگانی با حضور زنان امکان موفقیتش بیشتره. پس حالا ببینیم عواملی که میتونن این جنبش رو پیروز بسازن یا نسازن کدوم ها هستن. یکیش همین دینامیک انقلاب است، تداوم این انقلاب است که فعلا وجود داره. دیگریش و در همین رابطه پیدا شدن انسانهای خودجوش و خود انگیخته هستش، انسانهایی که میگن من انسانم، من به عنوان یک انسان صاحب شعور و توانایی توان فهمیدن مستقل رو دارم و توان انتخاب آزاد رو دارم. اینها در بین جوانهای ما و همینطور نسلهای کمتر جوان و همینطور تا نسلهای بالا پیدا بوده و همینطور ادامه داره و داره بزرگ میشه. چرا میگم نسلهای متفاوت؟ به این علت که جوانی در سن تقویمی خلاصه نمیشه. کسی میتونه جوان باشه مثل پیرمرد فکر کنه، پیرمردی میتونه جوان باشه و مثل افکار بسیار پویا داشته باشه، افکار بسیار همسو با زمان داشته باشه. اما در مجموع که جوان میگه، منظور ما هم جوانه، در بینشون خودانگیختگی، خودجوشی، استقلال داره پیدا میشه. این در واقع این دینامیک انقلاب لازم همراه باشه با خودآگاهی و وجدان پیدا کردن به کرامت انسان و حقوقش به مثابه یک انسان، به مانند یک انسان. این خودآگاهی، این وجدان در ارتباط قرار میگیره با وجدان تاریخی. چرا میگم با وجدان تاریخی در ارتباط قرار میگیره؟ برای اینکه میبینیم این جنبش اخیر خود رو از تمام دروغ‌ها آزاد کرده و فهمیده که راه نجات و ترقیش همین مقابله رویارو با رژیمی هست که حاکمیت جمهور مردم رو دزدیده، یعنی رژیم براندازی که آمده حاکمیت جمهور مردم رو دزدیده، غصب کرده و حالا مثل دوز فریاد میزنه آی برانداز، آی برانداز، خودش براندازه. و بنابراین در رابطه با این وجدان تاریخی از این جهت اهمیت داره که هم خود رو در ارتباط با جنبش‌های قبلی می‌بینه و هم می‌بینه که در جنبش‌های قبلی نقاط مثبت و منفی کدام بودن و می‌بینه که کجاها تونستن اونها موفق بشن و چرا نشدن و این کار انجام می‌گیره در درون این فرایند انقلاب، در این دینامیک انقلاب، پویایی انقلاب.
و بنابراین در حین این کار آگاه خودآگاه شدن بر کرامت انسانی خود و حقوقی خود به تدریج آلترناتیو و بدیل رو میتونه پیدا بکنه. آلترناتیو و بدیل در خدمت حاکمیت جمهور مردم، دموکراسی به معنی این که همه با هم دیگر رو اداره میکنیم. و در این حال این در ارتباط به قرار میگیره با وجدان اخلاقی جامعه. وجدان اخلاقی جهان شمول منظورم هست، نه هر بند اندرز اخلاقی، یعنی به در آمدن از غفلت از حقوق انسان و غافل شدن از کرامت انسانی. مثال میزنم در مورد کرامت انسانی. کرامت انسانی اگر در تمام فعالیت‌های اقتصادی نقش پیدا کنه، بسیار از فعالیت‌های اقتصادی از بین خواهد رفت. خانم دانشمندی هستن، آلمانی هستن، در دانشگاه انگلیس درس میدن، ایشون به این مسئله توجه کرده و کتابی نوشتن که این کرامت متاسفانه در زندگی‌های اقتصادی و اجتماعی ما غایبه و همین مشکلات اجتماعی رو پیش آورده. غایب بودنش به این علت هست که اون توجه به این کرامت دیگه این تبعیض‌ها رو تحمل نمیتونه بکنه، نمیتونه بپذیره که یک مثلا نهاد خصوصی تولید بکنه، جمع بکنه، ثروتش به سرعت با شتاب زیاد رشد بکنه و کارگرش، کارمندش نتوانه حتی رشد بکنه و یا اگر رشد بکنه بسیار کند است. حالا چون موضوع صحبت ما بسیار گسترده است، به طور خلاصه از اینا رد میشم و بنابراین وجدان اخلاقی ما علاوه بر اینها گرایش به دوستی ها هستش و فراموش کرد و پشت کردن به دشمنی ها. هر رابطه تسلط زیر سلطه بودنی دشمنی است، هم از طرف اونایی که میخوان سلطه بپذیرن و هم از طرفی که سلطه میپذیره خود وارد این دشمنی میشه. به محض اینکه یکی از این دوتا نباشن، خود به خود رابطه قدرت ندارانه هست میشه، از خودش هستی نداره، وابسته است به همکاری این دوتا. و بنابراین دشمنی کردن با هم دیگه، تقابل کردن با هم دیگه، شراکت مسلط و زیر سلطه هست، شراکت مطبوع با ته دو نقطه با تابع هستش. و حقوق معنویشون رو به یادشون میاره، حقوقی که راستگویی رو مطرح میکنه، راست گفتن و راست شنیدن رو مطرح میکنه، راست کرداری رو مطرح میکنه، ایثار و همدلی یا آمپتی، همیاری و دستیاری و همکاری رو مطرح میکنه و همچنین میزان عدالت رو برای تمیز در حق بودن از ناحق بودن رو مشخص میکنه. پس میبینیم وجدان اخلاقی چه رابطه تنگاتنگی با انسان داره و در همین رابطه این نکته رو باز میکنم که نکاتی که باز میکنم میتوانه برای بسیار از شنونده ها شناخته شده باشه، اما خاطر فایده تکرارش مطرح میکنم. ما دو نوع رابطه داریم، یک رابطه مدار بسته مادی مادی داریم، یک مدار باز مادی معنوی داریم. هرگاه در مدار مادی باشیم معامله‌ای صورت نمیگیره، و یا اگر صورت میگیره تبعیض آمیز صورت میگیره. دو نفر که میخوان با هم معامله بکنن، اگر هر دو از منافع خودشون دفاع بکنن این معامله انجام نمیشه، تبعیض صورت بگیره انجام میشه. در معامله مدار باز مادی معنوی دو طرف حساب میکنه، من این جنسی رو که دارم میدم، دارم به این وسیله درآمدی برای خودم درست میکنم، حالا اگه در اینجا کم و زیادش یک مقدار بالا پایین باشه، من این به نفع من، شما باز دوباره میتونم تولید کنم. اونی هم که میگیره میگه من بالاخره نیاز دارم، احتیاج به وقت دارم. میبینید این رابطه مادی معنوی رو برقرار کردن، ارزش انسانی براش پیدا کردن، اندازه ها رو در واقع تو این رابطه مادی پیدا کنن، ارزش پیدا میکنه و راه حل میشه و مدار باز باقی میمونه و میبینید که خود فرد رشد میکنه، اون کسی که داره مصرف میکنه به اندازه مصرف میکنه و اون کسی که داره رشد میکنه تولید میکنه و میتوانه با این درآمدی کسب میکنه برای خودش تولید رو اضافه بکنه. و بنابراین
توجه داشته باشیم. خیلی دقیق، خیلی دقیق لازمه ببینیم که مدار مادی که مداری که برقرار کردیم مدار مادی مادی است یا مادی معنوی است. هرگاه مدار مادی مادی برقرار کردیم، حتما توش تناقض وجود داره، حتما توش تبعیض وجود داره، حتما توش تخریب به وجود خواهد اومد. اگر همین الان تخریب رو نمی‌بینیم، در آینده خواهیم دید. و توجه کنیم که هر عملی دینامیک داره، عمل بریده وجود نداره و هرگاه یک عملی تخریبی باشه مسلم این تخریب ادامه پیدا خواهد کرد. و اگر عملی بر مبنای همون درهم مدار مادی معنوی باشه، این در رشد خواهد بود و روز به روز میتوانه رشد شدیدتر بشه و حتی شتاب بگیره. پس در اینجا به یک نکته دیگه الان اشاره خواهم کرد در رابطه با جنبش. جنبش برای اینکه بتونه گسترش پیدا بکنه لازمه شفاف باشه و شفاف به وجدان تاریخی خودش رجوع کنه. تمام این گذشته خود رو، خصوصا گذشته معاصر خودش رو نگاه بکنه و به رشته‌های به هم پیوستی که این جنبش ها دارن توجه کنه. ویژگی های هویت جمعی جامعه خودش رو پیدا کنه. این چه ویژگی هایی داره؟ مثلا در یکی از ویژگی های هویت جمعی ما جوانمردی است. یکی از ویژگی های ما وفای به عهد است. به اینا توجه کنه، اینا رو بگرده پیدا کنه و روی اینا تاکید بکنه. و نقش هر شهروند رو در هویت بخشیدن به خود، به یمن شرکت در انقلاب رو برجسته بکنه. برحال در بوره انقلاب این وجدان اخلاقی و در ارتباط با وجدان علمی، چهار نیروی محرکه اندیشه راهنما، دانش و فن و هنر رو برجسته میکنه. به میزان همگانی شدنش جنبش سرعت میگیره و ادامه دار میشه و به نتیجه میرسه. و نکته بعدی که لازم توجه کنیم برای اینکه جنبش در نقاط قوت خودش به بمانه، ضعف نشه، همواره در درون جنبش بحث و نزاع تقدم ها پیش میاد. تقدم این اصل بر اون اصل. جنبش که میخواد موفق باشه باید اینها رو درشو ببنده، تمومش کنه. سال 57 ما این کار کردیم. برای اینکه فهمیده بشه این چه اهمیتی داره، در اینجا یه مثال براتون میزنم. ما در دهه های قبل از سال 57 دعوا بین این بود که آزادی مقدم است یا استقلال مقدم است. و موقعی که آزادی رو مقدم شد، رضاخانی هم پیدا شد، اومد که آزادی رو میخواد. حالا توی همین آزادی امنیت مهمترین قسمت این آزادی هست. من به اسم امنیت آزادی رو از بین برد. این بازی های تقدم کار دست ما داده و مرتب کار دست ما داده. و هرگاه تعطیلش کنیم بازار رو، همگانی شدن ارزش ها با همدیگه، یک سیستم کامل رو در نظر بگیریم که اینها با هم عمل می کنن و انشقاق ناپذیرن. نمیشه حقی رو خواست، آزادی که حق خواست، استقلال که حق خواست رو یکی دیگر رو نخواهیم یا فعلا بذاریمش کنار. شدنی نیست. پس لازمه در جنبش به این مسئله توجه کنیم. بلا سر ما فقط ما نه، ولی به سر ما زیاد اومده این مسئله. بنابراین برای اینکه جامعه یا بخشی از که سازمان یافته و شرکت میکنه در یک انقلاب، لازمه که هدف و روشی رو در پیش بگیره که ترجمان حقوق هستن، حقوق پنجگانه ما هستن، حقوق انسان هستن، حقوق ملی ما هستن، حقوق شهروندی ما هستن، حقوق طبیعت ما هستن، طبیعت از حیوانات و غیر حیوانات هستن و حقوق ما در جامعه جهانی هستن. حالا چون بحث ما طولانی شد، من این توضیحات رو که خیلی طولانی هست یک مقدار در از روش رد میشم به سرعت، بعد در جریان بحثا به هر کدوم که دوستان توجه بکنن روی اونها بیشتر تشریح خواهیم داشت. وقتی اصلاح یا انقلاب با جلب موافقت قدرت‌های خارجی ممکن تصور میشه، در اینجا دیگه جنبش همگانی مطرح نیست. جنبش در واقع رهبری یک سازمان و یک حزب سیاسی در اینجا مطرح میشه که این میتوانه پیروزی موقت برای ما بیاره، اما
نیروهای زینده زنده زیست کننده با نیروهای میرنده به طور کامل جایگزین نمیشن و بنابراین نیروهای میرنده منظورم نیروهای تخریبی است، نیروهایی که به طرف دینامیک تخریب میره. نیروهای جانشین در واقع در اینجا موقعی که بیان یک جنبشی رو به پیروزی برسونن، که این خطر بر جنبش فعلی هم میتونه وجود داشته باشه، اونا موقعی که به پیروزی میرسونن دو تا محور پایه دو پایه خارجی ایجاد میکنن. در واقع به نیروی خارجی که به اون وابسته هستن و یا به تدریج وابستگیشون زیاد میشه، اولش ممکنه به این علت که حالا مثلا یک کمک مالی میگیرم و یک کمک نمیدونم تجهیزاتی میگیرم و کمک میاد، به هر حال دو تا پایه رو قرار میده. تمام سیاست‌های داخلی خودش رو به تدریج محورش رو اون قدرت خارجی میکنه و تمام سیاست‌های خارجی خودش هم همین رو اون دشمنی که برای خودش میتراشه از طریق همین نیروی خارجی در واقع محور میکنه. نگاه کنید رژیم بلافعل، تمام سیاست‌های داخلیش بر اساس دشمن 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 کردن با آمریکاست، سیاست‌های خارجی هم بر اساس دشمن 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 کردن با آمریکاست. بنابراین توجه باید داشته باشیم که موقعی که داریم در یک جنبشی میخوایم یک جنبشی پیروز برشه، مستقل باشه و رها بشیم از این وابستگی ها و رها بشیم از این قیمومیت طلبی ها، لازم است که به خصوصیات جنبش همگانی توجه کنیم. این خصوصیات همگانی همینایی که تا حالا برای شما شمردم و اونهای دیگه که بعداً خواهم شمرد. من الان دارم نگاه میکنم آقای شایگان، من روز بیش از 20 دقیقه صحبت کردم، مثل اینکه اگر مایل باشین همینجا قطع میکنم تا دوستان اگر مایل هستن وارد صحبت بشن، چون صحبت من ادامه دار هستش. مرسی. بسیار سپاسگزارم آقای عزیز، از صحبتتون استفاده بردیم. در بخش ابتدای صحبت های شما من یک نکته رو متوجه شدم و میخوام اون رو اسمای سوالم قرار بدم. تو سنوات گذشت، تو دفعات پیشین، جنبش های پیشین، رژیم همواره خیلی سریع سعی میکرد که یک جنگ روانی را بندازه، حالا به هر طریقی که میتونست، یا به صورت سایبری یا به صورت حالا یک اتفاق ویژه یک گوشه ای از کشور یا هر چی، که ذهنها رو به اون سمت برگردونه و ذهنها رو از جنبش خارج کنه. تو این جنبش اخیر بارها و بارها خواست این کار رو بکنه، مثلا هممونم دیدیم و میدونیم که چیه، چه به صورت سایبری چه به صورت موارد دیگه میخواست این کار رو بکنه اما نشد. حالا تو صحبت‌های ابتدایی شما این نکته رو شما اشاره کردین، من اینو برداشت کردم که رژیم دست پاچه شده. حالا من سوالم اینه، آیا این دست پاچگی رژیمه که نمیتونه مثل سابق بیاد امورات خودش رو پیش ببره، یعنی ذهن‌ها رو منحرف کنه، یا آگاهی مردم بالاتر رفته که دیگه به سادگی گول رژیم رو نمیخورن و به سادگی از روی این موانع رد میشن؟ یعنی هر چقدر رژیم داره سنگ میندازه، از روی این سنگا به سادگی داره رد میشه مردم. این سوال منه، اگه ممکنه پاسخ بدید. بله، نکته که فرمودین از نظر من جوابش هر دوست، یعنی هم رژیم دستپاچه شده و هم که نه تنها آگاهی مردم بالا رفته، خودآگاهی مردم به حقوق خودشون و غفلت کردن از حقوق خودشون بالا رفته و توجه به این نکته که قدرتمداران عمل کردن رژیم نشانه ناتوانی است. ناتوانی تا زمانی که ما رژیم رو قدرتمدار حساب می‌کنیم، یعنی به معنی این که توانمنده و نیروهایی رو داره که ما توان مقابله با اون نداریم، گول سرکوب‌های رژیم و دفاع شدید رژیم رو می‌خوریم که این خیلی خوب می‌تونه از خودش دفاع کنه. در صورتی که موقعی که میایم نگاه میکنیم، وارد عمل میشیم و میبینیم که اینها همه ضعفه، از تخریب خودش شروع میکنه، برای اینکه اولین تخریبی که به خودش میکنه نیروی سرکوب، حالا خود اونایی که دستور میدن و اونایی که دستور نمیدن، این که از انسانیت خودش رو محروم میکنه، از دوستی خودش رو محروم میکنه، از رابطه با
رابطه حتی با زن و فرزند خودشو معرفی میکنه. من در زمان انقلاب یادم دیگه که بحثایی که در خانواده ها در میگیره خود موجب ریزش نیروهای اون رژیم شد. اعتصابات عمومی پیش آمد در ادارات، اعتصابات عمومی پیش آمد حتی در حد بالاترین نیروهای اون رژیم، اونایی که بالاترین حقوقا رو میگرفتن در شرکت هواپیمایی، در شرکت نفت اینها. و بنابراین اون چیزی رو که ما تو ذهن ما توانایی میتونستیم بفهمیم یواش یواش متوجه میشه در چون جنبش ناتوانیه. موقعی که یک جنبشی ناتوانه از برخورد فکری، از گفتگوی فکری، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، لاجرم دست به کودتا میزنه. ناتوانیه، نشانی ناتوانیه. چرا دموکراسی ها همه با کودتا از بین رفتن؟ به علت ناتوانیش، به این علت که نمیتونه توی میدانی بمانه و گفتگوی سازنده بکنه در مقابل این کار خوب، این کار خوب نشون بده، در مقابل این کار خوب مجبور به تخریب نشون بده. موقعی که شما بهش میگید تقسیم اجتماعی، عدالت اجتماعی، او فساد توش بیداد کرده، به تکینگی اجتماعی رسیده، به فساد مزمن رسیده و مجبور دائما توجیه بکنه. این طرف عقل نقاد و تجربی رو به اجرا میذاره، اون طرف عقل توجیه رو، مرتب بهانه تراشی ها رو، مرتب بهانه پیدا کردن برای دشمنی، برای اینکه دشمنی که بهانه میخواد. این طرف نقل عقاد تجربه احتیاج به بهانه برای دشمنی نداره، دوستی دلیل نمیخواد، این دوستی رو میخواد. و به این علت من در اینجا برای اینکه توجه کنیم به این مسئله مهم دوستی، چون دوستی رو به عنوان یک احساس نیست، دوستی یک فرهنگه و موقعی که توجه میکنیم به این دوستی تمام این توانایی‌های ما رو در بر می‌گیره. دوستی یعنی همچنان کنش واقعی موندن و هرگز واکنش نشدن. من طرف داره دشمنی با من می‌کنه، من نگاه می‌کنم در این دشمنی که با من می‌کنه من کجا می‌توانم عمل بکنم، کجا نمی‌توانم عمل بکنم، کجا می‌توانم بر مبنای حقوق عمل بکنم. پس بنابراین چون بر مبنای حقوق دارم فکر می‌کنم کنشم، اصلا احتیاج به واکنش ندارم، و کجا مقابل اون لازمه بیستم، بین داره که در حقوق نیستم و اگر در مقابل اون نیستم یه مسلحت کردم، یعنی رفت واکنش شدم. تو در رابطه با اون زورگویی که اون داره میکنه مجبورم به جای اینکه به حقوق توجه بکنم به یک مسلحتی توجه کنم که خارج از حقوق هستش، پس مسلحت گرا میشم، پراگماتیست میشم مثلا، که یک نوع در واقع ایدئولوژی مسلحت گرایی است. به این علت که نمیدونم این پیشرفته میخوام، این فعلا بره عقب، در واقع باز همین تقدمایی که گفتم پیش بیاد. دوستی در این حال وفای به عهد هستش، دوستی نفاق ستیزی هستش، دوستی بردباری هستش با دوست خود و مدارا هست با دشمن خود، دوستی قسط طلبی هست. قسط طلبی به این اندازه که امکان، حالا اگر من پول بیشتر دارم، امکانات بیشتر دارم، عدالت حکم میکنه که امکانات به وسیله ایجاد بکنم، شرکت کنم در ساختن. دوستی اندازه شناسی هستش، دوستی خیانت ستیزی و خیانت به امانت هستش، دوستی مهربانی هستش، دوستی بخشندگی هست، دوستی رابطه حق با حق بودن بر میزان عدالت است، دوستی نه خود کوچک نه خود بزرگ بینی هستش، دوستی به دل و به علم و حق شناسی عمل کردن هستش. و بنابراین میبینیم که فرهنگه و این فرهنگ موقعی که یک جنبش گسترش پیدا میکنه دیده میشه. رادیو بازارها گفتم بهتون جریان پیدا میکنه، اعتمادها زیاد میشه، مردم میبینن این همسایه من بسیجیه ولی خودش داره قبل از اینکه من شروع بکنم خودش داره انتقاد میکنه، اعتماد ایجاد میشه، میبینه که اگر او هم آمده با اینکه بسیجی هست داره این حرف رو میزنه، این بسیجی به من گفته که آمده بود خارج که فرار کرده بود، بسیج به من گفت ما خودمون انتقاد میکردیم، مردم وامی سادن ما رو تماشا میکردن، بعد که میدن دیگه جدی انتقاد میکنیم با ما همشون میشدن. پس لازمه به این مسئله توجه کنیم که در واقع جنبش همگانی تمام قوتهای خودشو به تدریج داره میبره جلو و رژیم روز به روز درش ریزش ایجاد میشه و این ریزش اعتماد به نفس رو از بین برده. چی کار کرده؟ نمیخواد ببینه چون باورش نمیشه، بنابراین مجبوره خودشون کورو کرو لال بزنه، جنبشو نمیدونم مال این پشه ها و نمیدونم خس و خاشاک و اینا ببینه، در صورتی که
ممکن حتی بهش گزارش هم میده باور نمیکنه. اما در مورد مثلا رضا شاه میدونیم که نه دیگه اون واقع آخراش آخرای حکومتش به جرئت نمیکردن گزارش بکنن چون میترسیدن چون نمیخواستن گزارش ناسالم بشنوه. یا در 1351 در ایران سازمان سیا شروع کرد به تحقیقات خودش به طور مستقیم در ایران چون به این نتیجه رسیده بود که ساواک به شاه دروغ میگه و گزارش هایی که داده میشه تطبیق با شرایط اقتصادی ایران نداره. خیلی ممنون، میبخشید، بفرمایید خانم. خیلی ممنون. البته من در مورد همین ریزش نیروها یک سوال دارم بعد از صحبت خانم بیژنی. خانم بیژنی بفرمایید. ممنونم جناب شایگان، عرض درود و احترام دارم خدمت همکاران عزیز. جناب رای گرامی، من برام یه چیزی سوال پیش اومده و میخوام بدونم حالا هم نظر شما رو و همین که ببینم آیا میشود این رو باور کرد یا نه. از اولی که جنبش آغاز شد من حرفایی که گفته شده رو میخوام براتون بگم. همه گفتن سه روز دو روز دو سه روز دیگه جمع میشه، ادامه پیدا کرد. بعد گفتن نه الان رئیسی نیویورک نیروها اونجا نمیدونم اینطوری اونطوری هنوز نیومده جمعش میکنن. خب ما الان شاهدیم که 32 روزه که این جنبش شکل گرفته و تقریبا میتونیم بگیم هر روزه است. حالا شاید گله به گله باشه، منسجم نباشه، اما هر روزه حداقل در دانشگاهمون مخصوصا که هست. این برام سواله که ما اینو باید باور کنیم که واقعا ناتوانه الان رژیم در مقابل مردم، چون میدونیم اونی که الان مثلا پهپاد میده روسیه و این کارا رو داره انجام میده و میره زاهدان با پرواز هلیکوپتر تو سطح پایین با تکتیرانداز بلوچامون رو کشتن، یعنی کاری که از دستش برمیاد. آیا ما اینو باید باور کنیم الان ناتوانه یا کار دیگه ای میخواد انجام بده؟ چون واقعا من خودم مثلا فکر میکنم میگم این با این مثلا حالا تصمیماتی که داشت میتونست حالا هفته اول تو ده روز اول میخواست مثلا مدارا کنه، کمتر مثلا آدم با کشی از همون سالهای ساچمهشون استفاده بکنن که حالا ما خیلی هم کشته شدن با همونا. شاید مثلا میتونست تو ده روز اول مثل آبان 98 کشتار را بندازه، مثل 88 تکتیر اندازاشون کار بکنن. علت اینو من واقعا نمیفهمم. این دوست دارم اگر که شما نظری داریم بشنوم و اینکه باور کنیم یا باور نکنیم این واقعا بر من سواله. مرسی، ممنونم. بله خیلی ممنون. ببینید من دفعه پیش یک نکته ای رو خیلی خلاصه از روش رد شدم، الان یک نکته رو باز میکنم. گفتم احساسات مختلف داریم اما 6 تا هیجان داریم. این هیجان ها اولیش ترس، دومیش سورپریز، سومیش در واقع بیزاری هستش، چهارمی خشم هستش، پنجمی شوق و شعف هستش و همینطور ششمی ترس رو گفتم، بیزاری رو گفتم، سورپریز رو گفتم، خشم رو گفتم، بیزاری رو گفتم و چیز هست خشونت گفتم یادم نمیاد، یادم بیاد بهتون خواهم گفت. در واقع اینها هستن که کار دست ما میدن و اینها هستن که احساس ما رو تداوم بهش میبخشن. از جمله ترس، رژیم با عوامل سرکوبی که داره میخواد بگه که من توانا هستم و ترس ایجاد میکنه. اما موقعی که ما این ترس رو مطالعه میکنیم، خود ترس رو ببینید، خود این هیجان رو این رو مطالعه میکنیم، نه اون احساسی که بعداً در ما موجب میشه که خود ناتوان بدونیم یا توانا بدونیم رژیم ناتوان، خود این رو بررسی کنیم میبینیم که باید لازمه مطالعه کنیم، تجربه کنیم، از عقل تجربه استفاده کنیم ببینیم جای دیگه چگونه بوده سرکوبا. بعد که مطالعه میکنیم میبینیم که سرکوب ها زمانی موفق میشه که جنبش بریده بریده است و در این حال تعداد مشخصی از مردم برای مقابله با نیروهای سرکوب وجود ندارن یا به طور مداوم وجود ندارن. به عنوان مثال یه تظاهرات 350 هزار نفری رو در یک هر مملکتی از جمله امریکا هیچ نیرویی حتی ارتش نمیتونه کنترل کنه. بنابراین چه کار مجبوره بکنه نیروی سرکوب؟ جلوی جمع شدن 350 هزار نفر رو میتونه بگیره
درا رو ببنده و اینا. به معنی که سیستم نمیتونه جلوگیری بکنه، مگر یه کاری میتونه بکنه، میتونه تیراندازی مستقیم بکنه. تیراندازی مستقیم کردن در واقع جنگیدن با افکار عمومی دنیاست، جنگیدن با افکار واقعی منطقه است، جنگیدن با خود مردم. نشان دهنده این است که به جایی رسیدیم که رژیم مبارزه مسلحانه رو تریبه. وجدان اجتماعی، وجدان عمومی مردم این رو میفهمه و بنابراین موقعی که وجدان عمومی این رو میطلبه، جنگ درگیری مستقیم پیش خواهد اومد، جنگ مسلحانه میتونه پیش بیاد و یا میتوانه حضور گسترده از مردم رو به اضافه حضور گسترده از مردم در درون رژیم رو همراه داشته باشه، جنبش هم می‌کنه. و بنابراین در اینجا می‌بینیم که اون ترسی که از اول داشتیم به علت اطلاعاتی ناقص ما هست. یا در کشورهای دیگه می‌بینیم به میزانی که جلو میریم رژیم توان سرکوبش پایین میاد، به این علت که از اسلام مثلا داره دفاع میکنه. اسلام میگه کشتن یه نفر برابر کشتن همه بشریته، خب اینو نمیتونه توجیه بکنه. یا میگه که شما موقعی میجنگیم به امامان کفر توجه کنی نه به مردم. خب خودش دیگران رو کفر میدونه، کافر میدونه، بعد نه تنها دیگران رو کافر میدونه، همه مردم رو، اصلا خود مردم رو دشمن خودش میدونه. بنابراین اصلا حتی مامورای خود این رژیم هم دیگه باورشون نمیشه که این رژیم چیز هست، باورمندی هست. و موقعی که میشنوه کسی مثل آذری قومی میاد میگه که حاکمیت اوجب واجبات است و بنابراین توحید رو هم میتونه تولید بکنه، شما ببینید اون موقعی نفرزد چقدر ریزش در درون خود رژیم ایجاد کرد، دیگه باورها ریخت. این رژیم از زمان سال 59 تا حالا 5% باقی مونده، نتونسته خودشو زیاد بکنه. 5% به همراه اطرافیان خودش حدود 14-15% بیشتر نیست. 5% اونایی هستن که میرن دور دوم انتخابات شرکت میکنن، معتقدن به اون کارزار انتخاباتی که ایجاد میکنن، اون نمایش انتخاباتی که ایجاد میکنن و ماندن. این اعترافی که کرد کرد محمد یزدی رئیس مجلس، ما 5% ها میخوام حاکمیت بکنیم، یا بین اقلیت بودن که اعتراف کرد محمد بهشتی سال اسفند 59 گفت ما در اقلیت قرار گرفتیم و باید خودمون از این وضعیت در بیاریم و ماندن همچنان. و این نشون میده که ترسی که ما داریم در واقع ترس یک هیجانی است که در ما ایجاد شده و ما به جای اینکه این هیجان بر ما بمونون انگیزه عمل بعدی خودمون تجزیه تحلیل بعدی در نظر میگیریم. پس بنابراین برای تنظیم احساسات، برای تنظیم تجزیه تحلیل ها، برای تنظیم برداشت ها لازمی که این اطلاعاتی رو که این هیجان ها در ما ایجاد کرده اینا رو تغییر بدیم. موقعی که من خوشبین میشم نسبت به یک موضوعی، این موجب میشه که من اطلاعات رو در رابطه با اون خوشبینی جمع کنم، شعف پیدا میکنم، خوشحالم که این آدم رو پیدا کردم که خیلی آدم خوبیه، دارت با اون جمع میکنم و موقعی بدبین میشم، حالا هرچی همون خوب بگه باز بدبینم دیگه، اطلاعات رو جمع میکنم در رابطه با اون بدبینی خودم. پس این هیجان ها رو موقعی که به دقت بررسی میکنیم هوش عاطفی ایجاد میکنیم. پس هوش عاطفی هوش استراتژیکه. هوش غیر عاطفی چیست؟ هوش هیئوئیکه، هوش قهرمان پرورانه است. قهرمان رژیم خیلی نیرو داره، سرکوب داره، منم که میخوام باش بجنگم نیروی من اندازه کافی نیست. این نگاه قهرمانانه استراتژیک نیست، این نگاه بر مبنای هوش عاطفی نیست. این نگاه قهرمانه مثل این میمونه که دو تا بوکسری توی رنگ میان شروع میکنن زینگ زدن، دو تا میافتن جون هم دیگه، حساب کتاب. حالا حرفه‌ای رو نمیگم، در مثال مناقشه نیست، میخوام نوع برخوردها رو نشون میدم که برخورد هیرویک چه مشکلاتی رو میتونه پیش بیاره که هیچ ربطی به هوش عاطفی نداره. پس بنابراین توجه شما رو به این نکته جلب میکنم که ما میتوانیم عمل بکنیم با تنظیم هیجان‌های خود. این هیجان‌ها هستن، اون ششمی که یادم رفت غم بود و غم، افسرده نشیم، خشمگین نشیم، بیزاری رو خوب نگاه کنیم، سورپریز و حیرت رو توجه بهش بکنیم، به ترس هم توجه بکنیم، به اون جنبه مثبت شوق یا منفی شوق هم توجه کنیم که میتونه در ما یک عدم واقع بینی به وجود بیاره. بله، حالا صحبت ادامه میدیم. بفرمایید آقای شایگا مدرسانی گرامی. ممنونم از شما آقای رایی عزیز. البته در مورد ریزش نیروها من عرض کردم، یک حضور میخوام بگم
یکی از افرادی که رده های میانی سپاه هست. بعد از جنبش سال 88 من با ایشون صحبت میکردم، گفتش که تو اون روزهایی که جنبش 88 بود رژیم به ما، یعنی به افراد سپاه، وعده روزی 800 هزار تومن بابت رفتن تو خیابون سرکوب دادم. و بعد از اینکه این ماجره ها حالا خاتمه یافت و تو سال 88 که این افراد رفته بودن حالا خیلی هاشون مطالبه کنن این 800 هزار تومن روزانه های ماکویی که رژیم بهشون گفته شما به وظیفه دینیتون عمل کردیم و این داستان ها اصلا بهشون نداد. حالا همون فرد روزهای یعنی هفته های اول دوباره من باهاش صحبت کردم، گفت رژیم به ما پیشنهاد روزی 2 میلیون تومن بابت سرکوب داده و میگفتش نه تنها من که نزدیک به 50 نفر از کسانی که تو اون رسته که اینا بودن، میگفت همه اون رفتیم تو رادیولوژی ها و برابر عکسای رادیولوژی گرفتیم که ما یه بخشی رو شکسته و اصلا نرفتیم سر کار از اون روز. چرا؟ چون اون وعده 800 هزار تومنشون دروغ بود، پس این وعده 2 میلیون تومنشون هم دروغه. حالا اینو می‌خواستم بگم که یه عده‌ای رفتن ماه اول بابت این روزی 2 میلیون تومن، حالا سر ماهشون رسیده و اینا می‌خوان پول بگیرن و رژیم بهشون پول نخواهد داد چون نداره که بده و اینا برای ماه دوم قطعاً نخواهند رفت و ریزش خواهد کرد رژیم نیروهای سرکوب. این نظر منه که ریزش از این بابت خواهد بود. و یه بخش دیگه اعتصاباتی است که الان داره صورت میگیره، این داره گسترش پیدا میکنه. باید هر چقدر ما میتونیم به نظرم اخبار اعتصابات رو رژیم خیلی دوست داره که بایکوت کنه، ولی ما باید اخبار اعتصابات رو بیش از پیش اشاعه بدیم، به جای اینکه بیاییم بازداشت ها رو عنوان کنیم بیاین اعتصاب ها رو عنوان کنیم. به نظر من این خیلی مفیدتر خواهد بود چون باعث ریزش بیشتر خواهد شد. دوستان عزیز اگر نظری یا سوالی دارن لطفا مشارکت کنید تو جمعمون که بله آقای مهران انصاری نژاد عزیز میکروفون در اختیار شما. سلام و عرض ادب خدمت دوستان گرامی و تشکر ویژه از جناب آقای رایی برای توضیحات بسیار زیباشون و سایر دوستان گرامی. خب چند تا مطلب مطرح شد، متاسفانه وقت اجازه نمیده من حالا نظرم در رابطه با همش بگم، سعی میکنم حالا اون مهمتریناش از زاویه دید خودم بگم، راهنمایی بفرمایید دوستان گرامی. در خصوص شعار استقلال که اول جلسه مطرح شد، من فکر میکنم که یه رگه هایی هم از این شعار توی در حقیقت این جنبش وجود داشت که حالا دیگه نمیشه گفت حتی به جنبش اعتراضی، حالا از زاهدان تا تهران جانم فدای ایران یا از کردستان تا گیلان، یعنی یک جورایی یک همبستگی بین مردم وجود داشت، یعنی در بدنه. ولی مشخصاً به خاطر که نمیدونم شاید یه تجربه بعدی از اون شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی زمان انقلاب وجود داشت، شاید مردم یه جورایی اصلا دیگه اون شعار رو علارغم اینکه شعار خوبی بود، حالا منهای اسلامی استقلال آزادی جمهوری، یه مقداری اصلا اینا حتی از اون شعار هم فاصله گرفتن، یعنی حاضر نشدن حتی به سمت اون شعار بدن. این ذات طبیعی بشره که توی ذهن بهش میگن ریتریوال، یعنی بشر ذهنش دوست داره خاطرات بد رو دور بریزه. حالا حتی اگه اون جمله صحیح باشه، شما الان به جمله سپاه پاسداران توجه کنید، یه جمله خیلی زیبا و قشنگه، سپاه یه جمله ایرانی، پاسدار یعنی نگهبان، پاسداری که باید پاسدار حرمت مردم باشه، پاسدار مرزهای ملت باشه، ولی واژش چی تو ذهن مردم بد رفته. یک مثال کوتاه بخوام بزنم، توی اصول زبان شناسی وقتی میخوام بگن وزیر جنگ، خب واژه بدیه، میگن وزیر دفاع، یعنی ما جنگ طلب نیستیم، ما میخوام فقط دفاع کنیم. اینو توی انگلیسی بهش میگن یوفمیزم، یعنی حسن تعبیر. آیه شایگان نکته زیبایی رو اشاره کردن، ما باید از حسن تعبیر استفاده کنیم، یعنی واژگان مثبت به کار ببریم برای تقویت هیجان و امید ملت، یعنی بیایم این جنبه‌های مثبت این جنبش رو در نظر بگیریم و از ریزش‌ها بگیم، از پیروزی‌های مردم بگیم. این خودش یک ایجاد روحیه مضاعفی در مردم می‌کنه. و اینکه فکر می‌کنم روز گذشته بود یا پریروزم باز مطرح شد که سوال
خانم زمانه بیرجندی عزیز هم بود که از جناب ارائه پرسیدن. حالا من نمیدونم خانم بیرجندی جوابشون رو گرفتن که آیا امیدوار باشین که این جنبش ادامه پیدا میکنه، چون که حکومت میتونست مثل اون سری قبل توی 98 88 بیاد حالا برخورد شدیدتری کنه، کما اینکه توی آبان 98 ما در عرض 4 روز 1500 کشته دادیم. من فکر میکنم به خاطری که این جنبش از مدارس ما در حقیقت، یعنی یه جورایی از توی خیابون شروع شد بعد سریع به دانشگاه و مدارس ما کشید، نمیتونه به اون صورتی که با مردم توی 88 98 برخورد شد با دانش آموزان مدارس هم برخورد کنه، اگر نه برخورد روش رو انجام میداد. نهایتا یه که من یه سوال باز از آقای رایی عزیز میپرسم در پایان، اون این که من این سوالم رو پرسیدم توی جلسه قبل ولی جوابی نگرفتم، این که یک ویژگی های یک انقلاب اینه که 4 مرحله داره: شروع، ادامه، گسترش و در حقیقت تثبیت. اینجا هم من میخواستم بدونم ما توی کدوم از این مراحل قرار داریم. خیلی ممنونم از وقتی که در اختیار من قرار داریم. خیلی ممنون از صحبت شما آقای مهران گرامی. و این قسمت رو اگر به خانم بیژندی جواب ندادم، به هر حال سعی کردم جواب بدم، اینه که الان توی خود جنبش هستیم، لازمه یک مقدار بریم جلو ببینیم که تو چه جور پیش میره. به نظر میاد داره خوب پیش میره، اما حالا در پاسخ به شما بحث خودم هم ادامه میدم و از جمله برای اینکه انقلاب خوب پیش بتونه رویداد انقلاب اتفاق بیفته، لازمه هدف رو مشخص و شفاف مشخص کنیم. هدف در حال حاضر دموکراسی، یعنی حاکمیت مردم. اگر این تو جنبش ما دموکراسی نمیشنویم یا حاکمیت مردم نمیشنویم، یه ضعفه. و موقعی که حاکمیت مردم از طریق جنبش عمومی به وجود نمیاد، راه حلی که تا حالا تو دنیا شناخته شده همین تکیه کردن به یک سازمان یا یک جریان سیاسیه که وابستگی ایجاد میکنه. حالا اگر این جریان وابسته نباشه به اینجا و این فکر رو داشته باشه تقدم تأخر بازی‌ها رو در بیاره برای اینکه بتونه با مردم هماهنگی بکنه، خب این لازمه دوباره انتخاب بکنه که میخواد بر اساس حاکمیت مردم عمل بکنه یا نمیخواد عمل کنه. اگه بخواد بر اساس حاکمیت مردم عمل بکنه که خود به خود مجبور دوره‌ای همینطور مردم تن بده به خواست مردم، مثل لخ و لیسا به عنوان مثال در لهستان، ببینید زور نگفت به مردم، انتخابات شد گذاشتنش کنار، یه مدتی تشکر ازش کردن، رئیس جمهورش کردن، آمد و رهبر شده، بعدش هم گذاشتنش کنار. بنابراین تن میده به حاکمیت جمهور، مدام که تن نده مجبور بره طرف وابستگی ها. پس بنابراین در جنبش فعلی اینکه امید داشته باشیم، امید بسیاری به این داره که ما تا چقدر میپذیریم که کرامت انسانی داریم. این کرامت انسانی ما به طور روزمره در همه امور لازمه دخالت کنیم. این کرامت تو خونه میاریم، گفتگوی پدر و دختر میاریم، پدر و پسر میاریم، مادر و دختر میاریم، مادر و پسر میاریم و در این گفتگوها ما رابطه کرامت رو در نظر میگیریم، حق تصمیم رو برای همه قائل میشیم. مادر میپذیره که دخترش هم در یه جایی تصمیم بگیره، پدر میپذیره که دخترش یه جایی تصمیم بگیره، همینطور به عکس. و در اینجا رعایت کرامت انسانی رو میکنیم و از رئیس بازی ها دست برمیداریم، از اینکه من عقل کلم دست برمیداریم، از اینکه من توانایی سیاسی دارم، اجتماعی دارم، اقتصادی دارم یا فکری دارم دست برمیداریم و میگیم نظر رو، حد اکثر نقد میکنیم، اما نقد ما حکم نیست که حتما اجرا بشه، طرف میتونه بپذیره میتونه نپذیره. در واقع خدای عشق و آزادی که انسانها بهش اعتقاد دارن، خدای دستور دادن امر کردن نیست، خدای مطرح کردن موجودات است با قواعدی که با اونا خلق شده، نه بیشتر از این. قواعد هم حقوقی و جهانشمول هستن، قابل تعویض هم نیستن، بیشتر از این هم دیگه وجود نداره، در دستور نمیده خدا. تنبیه هم که مطرح میشه، تنبیهی که خود انسان خودشو میکنه، یعنی چه؟ انسان خودش تنبیه میکنه، از حقوق میره بیرون، خب در خارج از حقوق هم غیر حقوقه، بنابراین میسوزه خودش تنبیه میکنه. بعد خدا چی میگه؟ خدا میگه برگرد به همون زندگی خودت، پیشرفت از طریق خودته، نرو بیرون دنبال یه چیز دیگه، دنبال یه میوه ممنوعه بگرد،
میوه ممنوعه وجود نداره، پیشرفت میخواد بکنه از طرف خود میتونه پیشرفت کنه، تمام استعدادش هم داریم. این زبان مذهبی، ولی زبان غیر مذهبی هم که نگاه میکنیم میبینیم، زبان دینی در واقع غیر دینی هم که نگاه میکنیم، میشه انسان تواناست، انسان حقوق داره، انسان میتونه. به قول اسکات پک روانشناس امریکایی، اگر دینی ها حقوق رو میگن، غیر دینی ها هم حقوق میتونن تجربه کنن. اگر دینی ها میگن به این علت قواعد جهان شمول وجود داره، غیر دینی ها میتونن توجه کنن، میبینن خیلی قواعد جهان شمولی وجود داره که این خصوصیت داره، جواب غیر جهان شمولی هم وجود داره این خصوصیت نداره. پس بنابراین یه جاهای ثابته، یه جاهای دنباله داره که میتونه تقویت بشه، یه جور مثل پوسته درخت که روز به روز بزرگ میشه، یه قش بهش اضافه میشه، یه دانش بهش اضافه میشه. یکی هم نه اینجوری نیست، هی میبینی که هنوز یه ذره جلو نرفته، دچار تضاد تناقض شد، یه ذره میری جلو میبینی این با اون تطبیق نداره، ناهمگونی به وجود میاد. پس توجه بکنیم که هدف، تعیین هدف به عنوان دموکراسی مهم هست. در این جنبش ما باید شعار دموکراسی رو بشنویم، حاکمیت مردم رو بشنویم. موقعی که هم حاکمیت مردم رو میگیم، یعنی که من حاکمم، من آقا بالاسری نمیخوام، من خانم بالاسری نمیخوام، من بوتی نمیخوام، من نمیدونم میت و اسطوره‌ای نمیخوام، من در واقع میخوام با عقل شعوری تجربی و نقادی که دارم جلو برم. من مجبور نیستم از عقل توجیه استفاده بکنم، من مجبور نیستم از عقل قیاس، استدلال قیاسی استفاده بکنم که برای دروغ سیلوژیسم در واقع از سیلوژیسم استفاده کنم. من میتونم از عقل تجربی خودم استفاده کنم، میتونم آزمایش کنم، نگاه کنم، ببینم صحیح بودن و صحیح نبودنش رو به تدریج جلو که میرم ببینم مورد تایید واقع میشه یا نمیشه، و به این وسیله میتونم ببینم من توانام، من چرا حاکمیت کسی رو بر خودم بپذیرم. و بنابراین موقعی که من این گونه هستم، یه شهروندم دیگه، در اینجا بعد دیگه بازی های قومیت رو از بین میفته. من دیگه کردم، کرد شهروندم، من گیلکم، گیلک شهروندم، من ترکم، ترک شهروندم. موقعی که میگم شهروندم یعنی همه حقوق دارم. خب موقعی که همه حقوق دارم دیگه تبعیضی نیست. پس بنابراین به جای جدا شدن ها به طرف همگرایی میره. موقعی که همگرایی یا پیش میاد، اعتماد میره بالا. اعتماد که رفت بالا، هزینه ها میاد پایین. شما موقعی که یک جامعه به هم دیگه اعتقاد داره، دیگه مجبور نیستش که موقعی که میخواد خونه‌شو بفروشه به پادوت وکیل بگیره، این یکی وکیلم کم باشه، یه دونه دو تا دو این وکیل رو بگیره، نمیدونم یکی هم این وسط باشه، دقیقاً بشون اینا رو بخونه، برای که خودش وقت نداره بخونه، هزینه ها میره بالا. موقعی که اعتماد هست، میدونه که به محض اینکه کسی پای خودشو گذاشت کنار، قانون قابل اجرا وجود داره، قانون حقوقی قابل اجرا داره، بنابراین با خیال راحت این کارو میکنه، میدونه معامله زمانی با مورد پذیرشه که حقوقی است، به معنی که غیر حقوقی خود به خود باطله، تموم شده پیکارش. شما الان، من شنیدم در ایران یه آقای اومد برای من اینجا میگفت یه زمینی رو خریده بود در کرج، بعد معلوم شد که تقلبی بوده، این سندی که بهش داده خریده 70 تا سند تقلبی قبل از او وجود داشته. خب این نشون میده توی این مملکت هر چی به هر کی برکی دیگه، هیچ حساب کتابی نداره، امنیتی وجود نداره. انسان ها حداقل اگر نگیم همه، یه قسمت کوچیکی از انسان ها پسیکوپاتن، روان آزارن. کافیه 5% 6% یک مملکت روان آزار باشه. خب این روان آزار میاد بقیه تمام جامعه رو از بین میبره. وای به حال ما که این روان آزار، این پسیکوپات رئیس جمهوری مملکت بشه، رهبری مملکت بشه، نمیدونم نخست وزیر مملکت بشه. بنابراین لازمه که، به نظر من، از نظر شخصی خودم میگم، لازمه که موقعی که در انتخابات ریاست جمهوری آینده شرکت میکنی، سلامت روانی کاندیداها رو یک روانکاو متخصص، یعنی 30 سال تجربه بالینی داره، تایید کنه که گرفتار یک رئیس جمهور پسیکوپات نشین، گرفتار یه نخست وزیر پسیکوپات نشین، نماینده مجلس پسیکوپات نشین، چون اینا میان با هم پسیکوپاتی خودشون رو عوض میکنن و آزار و اذیت ایجاد میکنن. و هیچ یکی از خصوصیات پسیکوپات اینه که راحت میشینه جلوی شما، ژست انسانی میگیره، ولی در واقع عمل غیر انسانی خودشو داره انجام میده. یه مثال بزنم برای شما، یه میز غذایی بوده، یه خانم دانمارکی نشسته بوده با چند تا از دوستای فرانسوی و انگلیسی خودش. یه دونه فرانسوی برمیگرده در اینجا میگه که من داشته خودشو باد میکرده، من که هرگز مالیات ندادم، همیشه یه کاری کردم که در واقع شرکت من نشان بده که سود نداشته، سود و زیانش برابر بوده و من ضرر مالیات نمیدم. فورا خانم دانمارکی برگشت بهش میگه مگه تو از این آسفالت این جامعه استفاده میکنی؟ گفت چرا، از ساختارهای این جامعه استفاده نمیکنی؟ گفت مدرسه چی؟ همین. گفت آره. گفت چجوری به خود جرأت میدی همچین عمل خلافی رو بکنی؟
صحبت عوض میشه. میخوام به شما بگم که پیسکوپاتا فکر نکنیم فقط در حد این که حالا اینا آمدن و یه قدرتی رو به دست میگیرن و حالا ما یه جوری 4 سالی با... نه، اینا آدمای خطرناکی هستن. من نظرم اینه، من تو نوشتن پیشنویس قانون اساسی دست داشتم و در اونجا می پیشنهادو کرده بودم و هنوز هم پیشنهاد دارم. ما لازمه که جامعه خودش رو برحذر بداره از انسانهای روان آزار، انسانهایی که اذیت میکنن. اما در رابطه با اینکه ما در کدوم مرحله هستیم آقای مهران گرامی، به نظر من در مرحله، البته در از نظر قدرت مدارانه بخوایم بگیم، در مرحله در واقع گرفتن قدرت و بعدش هم نگه داشتن قدرت. اما من میگم نه، ما در مرحله هستیم که داریم دفاع میکنیم از حاکمیت خودمون و اونجایی رو که رژیم اومده سرنگون کرده این حاکمیت خودمون رو، در جریان گذار هستیم و در یعنی پس گرفتن این حاکمیت خودمون هستیم. ما از انقلاب مشروطه تا حالا میخوایم حاکمیت داشته باشیم، اما مرتب به علت سرکوب ها و به علت اشتباه های خودمون. مثالی که شما زدید در مورد سپاه پاسداران، علاوه بر اون نکته که گفتیم کلمه طیبه رو تبدیل به کلمه خبیثه کردن، اصلا ایجاد سپاه پاسداران اشتباه بود. ارتشی رو که ما داشتیم در جریان جنگ دیدیم، اون دموکراتیزه شد و اون ارتشی که ارتش شاهنشاهی نامیده میشد در جریان جنگ ملی عمل کرد و در خرداد 60 جنگ رو برد. بعدش هم دوباره بعد از کودتا، در بعد از فتح خرمشهر دوباره برد. اون سپاه پاسدارانی که فقط اسلحه سبک داشته، 3000 نفر هم بیشتر نبوده، اون زمان احتیاجی نبود، اون ارتش خودش ملی بود و در خدمت. تا حالا هم ببینیم اون ارتش در سرکوب مردم شرکت نکرده، سپاه پاسدارانی که شرکت کرده. تا حالا اون ارتشی که ملی شده، از اون ارتش، همون ارتش قزاق ها بدتبدیل شد به ارتش شاهنشاهی، بعد از سال 54 یه تغییر نشون داد، یعنی 3 سال قبل از انقلاب ارتش ملی شده و نشان دادن تیمسارهای اون ارتش که ملی هستن، با وجود برای اینکه شاه اونا رو گذاشته بوده ملی بودن. زمانی که شاه بهشون گفت از جنرال هویزر دستور بگیرن، قبول نکردن و با مردم اعلام وصیگی کردن. پس میشون اون ارتش ملی بود. چون ملی بود، ما دانستیم که در جنگ میتونیم از اونها استفاده کنیم، با اینکه شعار طاغوتی میدادن و یادتون هست اون موقع طاغوت رو نمیدن، ما رو ارتش شانش طاغوت نمیخوان پیروز بشه و نمیدونم ما همچین پیروزی رو نمیخوام، نصف ایران بره بهتر از این که بنی صدر پیروز بشه و نمیدونم این ارتش بعد که خرمشهر رو گرفتن نمیخوام این ارتش پیروز بشه برای اینکه میاد در شهرها ایران رو میگیره. و چرا؟ برای اون ارتش گفته بود من میتونم بیام با کودتای این سپاه پاسداران مقابله کنم در سال 60، متا تو جنگ چون بود اینا میترسیدن که اون بعد که جنگ تموم شد رو بیاد کودتا بکنه. پس ما اشتباهی که کردیم، ستون پایه های قدرت رو به جای اینکه اونها رو دموکراتیزه بکنیم، آمدیم خواستیم با یه قدرت دیگه کنترلش بکنیم. خب موقعی که شما یه قدرت میخواین با قدرت بیشتر کنترل، با یه قدرت کنترل کنید، با قدرت بیشتر داشته باشیم. خب قدرت هم دینامیک داره، بنابراین با زوری رو که وجود داشت با زور بیشتر جایگزین کردیم. خب زور هم تخریب خودشو داره، قانونمندی خودشو داره. پس به این نکته اشاره کردم و الان میذارم که شما آقای مهران صحبت کنیم برای اینکه بحث ما پیش بره. نکته بعدی این استش که باید معیارهای ما هم صحیح باشه. معیارهای ما اگر معیارهای بر مبنای حقوق نباشه، معیارهایی هستن همش ایدئولوژیک. پس بنابراین وجدان همگی بر مبنای این مجموعه معیارها یا اندیشه راهنمای جدید که عامل انقلاب میتونه بشه، با شرکت جمهور مردم به وجود میاد، با هدف دموکراسی به وجود میاد، با گفتمان آزادی، گفتمان استقلال آزادی به وجود میاد. یعنی یکی از چیزهایی که توجه باید داشته باشیم، آیا ما با این گفتمان استقلال آزادی سرکار داریم؟ ما با این گفتمان حقوقی سرکار داریم؟ ما با این گفتمانی که درش تبعیض نیست سرکار داریم؟ ما با مخالفت با هژمونی طلبی ها سرکار داریم؟ توجه شما رو جمع میکنم. بعد از کودتای 60 ما تجربه سازمان مجاهدین رو داریم که هژمونی طلبی کرد، خواسته شد پیمان مشترک بسته شد به اسم پیمان شورای ملی مقاومت. خواسته هاش چی بود؟ استقلال آزادی عدم هژمونی. آدم هژمونی رو گذاشت زیر پا، آمد خواست اداره بکنه. و بعدش هم که دعوا شد، خودش تصمیم گرفت همه رو بذاره کنار، دستوری که خودشون پیمان زیر پا گذاشته بود، از شورای ملی مقاومت رفته بود بیرون. ما نرفت دیگه چی؟ گفت همه از شورای ملی مقاومت بیرونن. پس لازمه توجه بکنیم که این معیارهای ما لازم است که در خدمت
حاکمیت جمهور مردم باشه، یعنی استقلال رو در نظر بگیره، آزادی رو در نظر بگیره، عدالت اجتماعی رو در نظر بگیره، جمهوری رو در نظر بگیره، حقوق و رعایت همه حقوق در نظر بگیره، و اینکه جمهوری، دموکراسی، عدالت، حقوق پسوند و پیشوند ندارن، بازی نداره. که من قبول دارم اما این پیشوند رو براش خواهیم دارم، من دموکراسی رو قبول دارم اما دموکراسی دموکراتیکی که خلقی رو قبول دارم، دروغه. جمهوری خودش خوش رو تعریف میکنه، من دموکراسی رو قبول دارم منتها دموکراسی حزب ترازنوین طبقه کارگر رو قبول دارم، به الا قبول ندارم، دروغ داره میگه. برای اینکه دموکراسی خودش رو تعریف میکنه، دموکراسی یعنی مردم همه با هم دیگه خودشون اداره میکنه، خارج از این تعریف میخواد یه تعریف بکنه، بعد اون تعریف رو مجبور چیکار کنه؟ خودش هم همیشه همراه تعریفش باشه که بگه که اینه تعریف، منظور من اینه. خودش خودشو بیان نمیکنه، اما وقتی میگید اداره جمعی همه مردم تجربه میکنن میبینن که درست میباشه. بله بفرمایید، خواهش میکنم. این آقای رایی عزیز، من سه نکته رو قبل از اینجا صحبت کنم عرض کنم. از دوستان عزیز بار دیگه تقاضا میکنم تو بحثا شرکت کنن، لطفا تو مباحث شرکت کنن، خیلی بهتر خواهد شد، یک جلسه هم‌اندیشی است. موضوع دوم، اگر اجازه داشته باشم میخوام من هم نظر خودم در مورد صحبت خانم بیرژندی بگم، اینکه چرا رژیم نتونسته تا الان مثل سنوات گذشته اقدام کنه. من حدس بر این میزنم که رژیم دستپاچه است، همونطور که گفتم. ببینید وقتی الان تو با ایران صحبت میکنیم، با عزیزانمون تو ایران صحبت میکنیم، خانوم ها بدون روسری و بدون اون پوشش که سابق داشتن میرن بیرون و مردم خیلی عادی برخورد میکنن و نیروهای که قبلا به اسم گشت ارشاد بودن اینا که اصلا نیستن، بقیه پلیس هم کاریشون ندارن چون افراد، تعداد افراد زیاده، مگر اینکه حالا تو جایی که خلوت باشه شاید بهشون گیر بدن، اینو من کاری ندارم. رژیم دستپاچه شده. مورد دوم اینه که خیلی از افرادی که تو بدنه سپاه یا نیروی انتظامی هستن، خیلی از افرادشون تو بخشای میانی به نظر من همراه با مردم هم. حالا شاید هنوز اعلام همبستگی نکردن که به زودی به نظرم این اتفاق خواهد افتاد. برای رژیم دستپاچه است و نمیتونه مثل سابق انجام بده. کما اینکه ما توی خیلی، من خودم خیلی شدارش خوندم و دیدم و شنیدم که بین افراد داخل خود نیروی انتظامی و سپاه درگیری پیش میاد، یعنی بینشون درگیری وجود داره، ریزش داره صورت میگیره. این فکر کنم یکی از دلایلش باشه. اما مبحث سوم اگر اجازه بفرمایید که برگردیم سر موضوع بحث امروزمون که حق اعتراض، بررسی نقاط ضعف و قوت جنبش جاری رو بررسی کنیم، فکر کنم خیلی بهتر باشه. آقای انصاری نژاد اگر مایل باشید که صحبت شما رو بشنویم، بعد من یک موضوع دیگر رو بگم. بفرمایید. سلام و عرض ادب مجدد، ممنون که دوباره وقت در اختیار من قرار دادید. اتفاقا من هم نظر شما هستم و دقیقا میخوام به همین بررسی نقاط ضعف و قوت بپردازم بدون فوت وقت. من نظر خودم اینه که بله، بسیار بسیار جنبش تفاوت داره و دیگه داره رو به از حالت جنبش و اعتراض خارج میشه و رو به انقلاب میره. حالا اگه نتونیم اسمشو جنبش اعتراضی بذاریم و از اون ورم نتونیم انقلابی بگیم که هنوز صورت نگرفته، ولی میتونیم بگیم جنبش انقلابی، یعنی نه دیگه جنبش اعتراضی. من این جنبش رو به این دلیل و متمایز میدونم از صحبت‌های سرکار جناب آقای رایی و همچنین خود شما، وام میگیرم و میگم که بله تفاوت داره. به چه علت؟ علتش اینه که ما طبق بحث داینامیکی رو که الان خود جناب آقای رایی فرمودن، ما داینامیک زنانمون، قدرت زنانمون وارد معرکه شد، نیمی از جامعه پا به عرصه گذاشتن، این یک دلیلش. اون هم چه نیمی از جامعه؟ نیمی از جامعه ای که 43 سال قدرتشون جمع شده بود، عقده‌های درونشون جمع شده بود، نیمی از جامعه ای که الان داینامیکی دارن که از آقایون خیلی بیشتره،
انگیزه هایی دارم که از آقایون خیلی بیشتره، چون اون جنبش های قبلی بیشتر جنبش های بود که به واسطه مشکلات حالا خاص اقتصادی مثل 98 یا مشکلات رأی منکو 88، ولی الان بحث متفاوته. الان بحث صرفا بحث حقوق بشر محضه، بحث دموکراسیه. بله این جنبشی که نیمی از جامعه اومدن پا به عرصه گذاشتن، قطع به یقین طبق فرمایش جناب عالی اونا دولت رو به هر حال مجبور میکنه که عقب نشینی کنه، دولت رو دست پاچه میکنه. چرا اینها زنها رو، جماعت بانوان عزیز ما رو پشت پرده نگه داشته بودن؟ شما یک کتاب داره میتونید سرچ کنید، فرانس فانون فرانسوی زمانی که الجزایر رو مستعمره داشتن، به نام کتاب الجزایر بی‌حجاب سال 1965، توش به صراحت گفته ما باید برای اینکه بتونیم تسخیر کنیم اون جامعه الجزایر رو و مستعمرش کنیم، باید زنان رو پشت، یعنی دقیقاً جمله‌اش اینه، باید زنان رو تسخیر کنیم. اونها میدونستن. پس ما میتونیم امیدوار باشیم که یکی از نقاط قوت این جنبش ورود بانوان عزیزمون به صحنه است، که هم از لحاظ قدرت داینامیکی هم به لحاظ روانی قضیه روی مردها هم تأثیر گذاشتن. یعنی مردها وقتی میبینن بانوانمون به این صورت پیش میرن، اصلا قوت قلب پیدا میکنن، یعنی قدرتشون دو برابر شده. و صحبت بعدی هم که دیگه خیلی کوتاه میگم که سایر دوستانم نظرشون رو بفرمان، وقتم تمام هست. بسیار نکته جالبی آیه فرمودید شما جناب آقای شایگان، قدرت صف میانی و ارشد، نیروهای صف نظام، میانی ارشد و نظام، نیروهای صف ریزش کردن، خودشون رو به مریضی میزنن، نمیان تو صحنه. نیروهای نظامی ریزش، و حتی توی نیروهای ارشد هم ما ریزش داریم. و من فقط جمله آخر رو بگم، الان سرکوبگران نظام که همون سپاه پاسداران بسیج باشن، یه عدهشون پشیمانن، یه عدهشون هم دارن به پشیمانی فکر میکنن. خیلی ممنونم که وقت رو مجدد در اختیارم. شما ممنون از شما آقای اثر نژاد. آقای شفای عزیز درود بر شما، بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. ببخشید من یه مقداری از این ور مشغولم، ولی موضوع جلسه طوری بود که حیف اومد یه کوچولو نظری ندم. ببینید جنبشی که در ایران داره اتفاق میفته یک سری مسائل خاص برای خودش داشت و داره، با توجه به تجربه که من دارم از انقلاب قبلی و اتفاقایی که الان داره میفته. اون اینه که جوانای ما که یک دوره در یه مقطعی من فکر میکردم که جوانای ما، چون اینقدر تبلیغ شده بود که اعتیاد و نمیدونم دروغگویی و فلان و فلان اینا در جامعه روش کرده، من عادت کرده بودم به این چیزا، ولی الان عکس اونو میبینم، یعنی یک واقعیت میبینم که جوانای ما، نوجوانان ما و حتی کودکان ما هم دارن جا میفتن که آقا این نظام یا این قدرت یا این دولت اون چیزی نیست که ماها رو برای آیندهمون کاری بکنه. دلایلش هم خیلی مشخصه، یعنی اگر همین کار قشنگ این آقای برایه رو اگر گوش بکنیم حس میکنیم که چه خبره. من که متاسفانه هر وقت گوش میکنم گریم میگیره، اصلا به آخر نمیرسه. بگذاریم. اما یه اتفاقای دیگه ای الان وجود داره و اون اتفاق در خارج از کشوره، یعنی کسانی که باید در خارج از کشور حمایت بکنن از این جامعهی که الان داره رو به رشده و داره خودش رو میگردونه و خودش داره خودش رو راه میبره، یه عده‌ای هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده دم از رهبری میزنن، دم از دولت در تبعید میزنن، دم از مدیریت ما میزنن. یکشون اعلام کرده که من حاضرم بیام رئیس جمهور شما بشم. مثلا من نمیفهم یعنی چی. خب اینا غلطه. یا الان یه گروهی تشکیل شدن، حالا من کاری به اسما ندارم، به نام
مدیریت گذار در مدیریت، من همچین اسم و الکاری به کلمات نداریم، مدیریت دوران گذار، مرسی، یکی به نام دولت در تبعید. 10 نفر جمع شدن، 20 نفر جمع شدن و میخوان یک اندیشه‌ای که الان در ایران شکل گرفته و داره کار خودش انجام میده، اینا میخوان بیان هدایت کنن و مدیریت کنن. این بزرگترین نقصیه که الان وجود داره و ما دوستانمون باید تلاش کنیم جلوی این کار رو بگیریم. من اینجوری میتونم بگم، این کسانی که الان گروه گذار رو تشکیل دادن، دولت درست کردن یا اندیشه‌ای دارن، اینا نمیتونن حتی 10 نفر دور خودشون جمع کنن و برای یه دوره 1 ساله با هم باشن. 10 نفر، 5 نفر، اصلا نمیتونن. ما مثالهای مختلف داریم دیگه. در یه دوره 5 سال پیش یه جلسه ای در کل برگزار شد، سمینار 3 روزه و عرض کنم که یه عده شدن 700 نفر جمع شدن و یه کسی یعنی رضا پهلوی شد سخنگو، 12-13 نفر هم شدن هیئت رئیسه. این بعد 3 روز تشکیل شد، رأی گیری کردن، تموم شد. از اون به بعد چیزی ما نشدیم جز توهین به هم دیگه، جز فحاشی به حتاکی به هم دیگه. و الان هم شما اصلا نمیبینید، من اصلا اسمش یادم رفته، آقای رایی احتمالا میتونن کمک کنن، که بعدش اومدن یه گروه قغلوس درست کردن، خب اونم خلاص. یعنی هر روز یک سری برنامه هایی میذارن برای اینکه بخوان حرکت رو به جلو باشه. من کاملا مخالف ما این کارا هستم و من یه یاداوری میکنم، یه دوره شروع شد آقا رفراندوم، امروز فقط رفراندوم. آقا رفراندوم کجا، چی، با کی، کجا، چه جوری؟ خب این باعث میشد مردم دنبال رفراندوم برن، ایران هم داد میزدن امروز فقط رفراندوم، ولی بعد میده خب چه جوری، اصلا چه انرژی وجود داره که این رفراندوم انجام بشه. میدونید این بحثایی که خارج از کشور میکنه باعث ضعف روحیه بچه های ما تو ایران میشه. ما ایران بچه های ما خودشون میدونن چی کار کنن. واقعا من لذت میبرم، یعنی من واقعا روزی 2 ساعت 3 ساعت کامل وقتم برای چک کردن دونه دونه شهرهاست، نگاه کردن شعارها رو گوش کردنه، و من میبینم اصلا چیزی که وجود نداره اینه که یه نفر از خارج دعوت کنم بیاد، یا اصلا محتاج آدم خارج از کشور نیستن، خودشون دارن کار خودشون رو میکنن. و من بعد یکی از مسائل، البته رفتن به تظاهرات من موافقم، اما تظاهراتی بریم که بیدق دست کسی نباشه. انواع شیر خورشید، انواع قرمز، انواع پرچمای کج و کوله مال کشورهای مال ایالات مختلف، اینا اصلا زیبنده رشد ما نخواهد بود. این باعث ضعفی که در جامعه ما ایجاد میکنه. مثلا یه جمعی میان یه پرچم یه رنگی میگیرن با یه اسمی، یه جمعی میان با یه اسم دیگه، اینا باعث میشه که در ایران تشتت افکار بشه وقتی ببینن. ولی وقتی که همه برن، بعد این یه اشکالی هم داره، وقتی میرن تظاهرات میکنن پرچم و عکسای خودشون نشون میدن، دستاتی که ما نیازی به این نداریم، ما باید ایران رو نشون بدیم، جامعه رو باید نشون بدیم، از اونا حمایت کنیم، نه که تبلیغ نظام یا گروه یا اندیشه خودمون رو بکنیم. ببخشید من زیاد صحبت کردم، ولی من نگاهم اینه که نقطه ضعف بزرگی الان وجود داره جامعه خارج از کشوره. من در داخل کشور واقع ضعفی نمیبینم، همه آماده حرکتن. یه پیامی خوندم، یه سری دختر پیام داده بودن در دبیرستان که مادران ما فکر نکنن ما دیگه نیستیم، برای ما گریه نکنید. خب این یعنی دختر مثلا 17-16 ساله آماده است که بره جانش رو از دست بده. اینا اون ارزش هایی که در جامعه ما وجود داره، اما خارج از کشور متاسفانه دارن دکون جمع میکنن دیگه.
امروز بیایم یه دوره گذار بذاریم، امروز مدیریت بخوایم بکنیم. آخه از چی کاره هستین که مدیریت کنیم؟ شما اگه بلد بودین مدیریت کنی، الان 2000 تا آدم باید یه حس داشته باشی، 2000 تا 10000 تا آدم برای خودت دوره داشته باشی. ببخشید زیاد صحبت کردم. ممنون از شما آقای شفایی عزیز. البته این افرادی که شما فرمودین بیشتر مستاق همون افرادی هستن که دوست دارن مهم باشن تا مفید. اینا خیلی دوست دارن که آدم های مهم می باشن، تاسفانه وجود دارن، ولی درست فرمودین افراد داخلی را هموطنان ایرانی از اینا گذر کرده، اصلا توجه بهشون نمی کنن. بانو بیرجندی عزیز، سمانه بیرجندی، بفرمایید. ممنون از جناب شایگان عزیز. خب من جواب سوال خودمو میخوام بگم، یعنی چجوری فکر میکنم تا الان چجوری فکر کردم. حالا اگر خوشحال میشم نظرات دوستان یا جناب آقای رایی رو بشنوم که حالا هر جاش اشتباهه تصحیح بشه یا حالا کلا نظرها رو بشنوم. اول اینکه من در مورد صحبت آقای انصاری نژاد عرض کنم که صحبتاشون کاملا درسته، ولی من هنوز این صحبتی که فرمودید هنوز نیمی از جامعه رو قبول نمی کنم. یعنی انتظار بر اینه که چون داریم می بینیم که هر روز داره گسترده تر میشه و باورم بر اینه که از 32 روز پیش تا الان خیلی تغییر کرده، خیلی گسترده تر شده، همطور که الان اعتصابات بهش پیوسته، اما بازم هنوز نیمی نمیدونم، چون که انتظار این که تجمعات بیشتر باشه اینو در واقع من ملاک قرار میدم که خب حالا به اون اندازه که باید انتظار باشه نیست، ولی بسیار عالی هست، داره پیش میره و میگم امید دارم به این که هر روز باز بیشترم بشه. اما جواب سوال خودم رو خواستم اینجوری بگم که من از اول فکر کردم که قضیه کشته شدن یه دختر 22 ساله به خاطر مقداری از معاش که بیرون بوده توی دنیا مثل بمب منفجر شد. یعنی یه خبری شد که همه خبرگزاری ها و رسانه ها اعلام کردن. حالا هنوز در واقع اون اتفاقات بعدش پیش نیامده بود. خب بعد این گسترده تر شد و شد اعتراضات، همینطور هی گستردگی اعتراضات منتشر شد، نگاه ها همه اومد به سمت ایران، بعد توی کشورهای مختلف همین کاری که انجام دادن، تظاهراتی که کردن، موهاشون رو که قیچی کردن، کاری که انجام دادن، شناسوندن این اتفاق رو به مردم. این خب باز مثلا برای من دلیل بر این بود که نگاه دنیا الان روی جمهوری اسلامی هست، حالا به اندازه. بعد با ریزش نیروها موافقم با این قضیه، چون احساس میکنم که خب به هر حال مردم نسبت به 3 سال پیش حتی بخوایم در نظر بگیریم خیلی ناراضیان، درصد بسیاریشون ناراضیان ازشون. و مورد بعدی که مثلا بهش فکر میکنم این که خب ما متوجه شدیم که تو بسیاری از این تجمعاتی که از بچه دبیرستانی دبستانی شروع شد و اتفاقاتی که افتاد که دانش آموزا شرکت میکردن، زمانی که حالا دستگیر کرده بودن یا نیروهای انتظامی حمله کرده بودن به مدارس و این حرفا، پدر مادرها فهمیده بودن که خود نیروهای سرکوبگر که بودن یا توی دار دسته انتظامی یا نظامی بودن فهمیده بودن که بچه‌های خودشون قاطی این جمع بچه های دیگه بوده. این باز یه درگیری هم بین خود اینا به وجود آورده بود. بعد این نکته بعدی این که خب فقر و بدبختی الان تو مردم درصد فقر خیلی زیاده دیگه، خط فقر به 18 میلیون رسیده اونجوری که اعلام شده و به حال ناراضی هم و بسیاری از اون نیروهایی که حالا نیروهای نظامی هستن برای سرکوب هستن، خب خودشون هم درگیر این مسائل مشکلات جامعه هستن، از این طریق هم دلشون نمیخواد که مقابل مردم با همون دردی که خودشون دارن وایسن. بعد نکته پنجم این که نیروشون کمه که حالا اراذل و اوباش یا حتی پول دادن به کسایی که زندانی بودن و مثلا حالا قتل داشتن، مثلا حالا احکام اعدام و یه میدونم همچین چیزایی داده بودن بهشون، وعده وعید بخشش داده بودن و از اینا گفتن، چون خب بسیاری از نیروهای سرکوبگر ما دیدیم که مشخص بود، به قول یک نفر که من شنیدم میگفتش که ما تو بسیج و نیروی انتظامی کسی نداریم که دستش از اینجا تا اینجا تتو باشه یا گردنش تتو باشه، این اصلا یعنی نمیپذیره، دولت نمیپذیره برای کارمنداش که بخواین داشته باشن.
بعد بچه های کم سن و سال بود که اینا رو دیدیم و یه سری بچه که از بهزیستی آورده بودن اونجا بهشون حالا وعده داده بودن یا بهشون پول داده بودن و حالا به حال درصدی از افغانستانی ها یا مثلا از کشورهای دیگه مثل همین لبنان و هردوش هشت شبی و نمیدونم اینطور چیزا بود توشون. خب من مثلا این برداشت خودم بر این بود که نیروشون کمه که این کار رو نمیتونن بکنن. یک دوم این که الان دنیا نگاهش به جمهوری اسلامی هست، یعنی متمرکزن روش، هرچند که اصلا باور ندارم که بخواد کاری هم انجام بدن و واقعا اینجوری هم نیستم که بگم کشور خارجی بخوان کاری بکنن، اما از لحاظ شاید دست و پاشون رو بسته و الان صحبت آقای شایگان که میگن که دست باشم هست و حالا الانم داره واقعا به هر کاری دست میزنه بعید نیست، واقعا دور از عقل نیست. این چیزی که من برداشت دارم از این قضیه. و راجع به نکته آخرم که جناب شفیعی فرمودن راجع به این حالا گروه ها با اسم مختلفی که ساختن، من خب خیلی وقتا هستم تو همین جمعایی که همین آدمایی که هستن خودشون الان دارن معترضن به خودشون که یه همچین کاری کردن و نتونستن حتی 10 تا آدم دور خودشون جمع کنن، حتی الانم نتونستن. و یه نکته خیلی مهمه که خودشون هم باور دارن به این که داخل جامعه ایران افرادی که اینجا هستن خارج از ایران هستن و ادعای اپوزیسیون میکنن رو اصلا نمی بینن، یعنی اصلا باورشون ندارن و اصلا قبولشون ندارن. حالا اون اگه یه گروه دیگه هم بخوام بزنن بازم به قول معروف مشروعیت نداره برای مردم. مرسی، ببخشید خیلی صحبت کردم. من شما خانم بیژنی البته فکر میکنم منظور آقای انصاری نژاد از نیمی از جامعه بانوان بودش، یعنی نیمی از جامعه ما بانوان هستن، نیمی آقایان، که این جنبش رو اوایل جلسه هم بود که نیمی از جنبش رو این جنبش رو بانوان آغاز کرده، یعنی نیمی از جامعه. آقای امین بولبندی، من اشتباه متوجه شدم، مرسی. خواهش میکنم. آقای امین بولبندی عزیز میشنویم شما رو، بفرمایید. ممنون از این وقتی که در اختیارم گذاشتین. صدای من خوب است؟ چون من با انصاری هم میخواستم الان نظر خودم در مورد اتفاقات اخیر تو ایران، راستش من زیاد این اتفاقات رو که تو ایران بود بی ارتباط با انقلابای قبلی که مثلا خودم در موردشون خونده بودم نمیدیدم. مثلا یه شباهت هایی توی این جنبشی که الان تو ایران هست مثلا شما میتونید با انقلابای گذشته پیدا بکنیم، مثلا انقلاب فرانسه فرق اونجا بود، اینجا هم هست. یک مردم معتقدی بودن، خب اونجا زمان فرانسه بسیار مردم معتقد بودن به اون دین، شاه پادشاه خودش رو فرستاده خدا میدونست، لویی اینجا هم رهبر خودش رو فرستاده خدا میدونه و بسیار بی تفاوت بودن. اون مسئله های معروفی که در مورد ماری آنتوانت میزدن که از وضع مردم مثلا گفته بودن مردم نون ندارن بخورن، گفت خب برن کیک بخورن، یعنی همسر پادشاه. شما الان صحبت های خانم خزعلی و این انیسه خزعلی نمیدونم اسمش چیه ولی فکر کنم همین باشه، شما گوش بدین انگار احساس میکنی اصلا تو مریخ زندگی میکنه، اصلا یه چیزایی میگن این مسئول که نمیشه بگیم، این قاسبان صندلی های مهم جمهوری اسلامی که اصلا واقعا آدم مغزش سود میکشه. ولی خب یه چیز نکته هایی هم هست در مورد همین اعتراضات، میکنم هنوز به اون مرحله‌ای که همه جامعه به این نتیجه رسیده باشن که جمهوری اسلامی باید بره، انگار قشر متوسط و اون قشر سالمندی که حالا نمیتونم بگم اونایی که سال 57 بودن، ولی خب کسایی که مال دهه 50 یا 40 بودن انگار هنوز تصمیم 100% و با اینکه خیلی هاشون بچه هاشون تو خیابونا هستن هم دیگه دوستان فرموندن، حتی نیروهای نظامی که البته اونا هم نمیشه انتظاری ازشون باشون، سران نیروهای نظامی اکثرا سپاهی یا نزدیک به ولایت هستن. شما ببینید مثلا اون سردارا رو شما وقتی زندگی نامه هاشون رو میرین میخونید یا اموالشون رو، یا اموالهای نجومی توی کانادا، اصلا مثلا یه رئیس پلیس مثلا توی مثلا رئیس پلیس مثلا همدان چرا باید مثلا پسرش توی کانادا مثلا طلا فروشی داشته باشه؟ خب چطور ممکنه یک کادری، یک سرهنگ یا یک سردار؟ خب ما تو هممون توی ایران خانواده داریم، خانواده خیلی ها شاید خانواده هاشون نظامی باشه سپاهی باشه، میدونن از این پولا نمیدن به نیروی انتظامی یا سپاهی، یعنی همچین
چیزایی نیست که یه نفر مثلا فرهنگ بازنشسته باشه مثلا بتونه مثلا ویلا تو کارنا. خب اینجا یه مسائل وجود داره، یعنی این شخص خود فروخته است، یعنی یه جورایی دیگه چشمش واسه شما انتظار نمیشه از من داشت. اما در مورد اختشاشات که میگن حالا توی ایران به قول حکومت که میگه به اختشاشات، این خیلی چیز خوبیه. زمانی که حکومت‌های توتالیتر میترسن میان اعتراضای مردم یا اون اعتراضای به حقشون رو شروع میکنن پاس دادن. ما داشتیم دیگه همون دیکتاتورهای معروف اروپایی، شما سخنرانی های روزهای آخرشون رو یا حتی قذافی رو بریم گوش بدیم، قذافی میگفت فورس ایکس دادن به جوان آمدن تو خب همه هست، یعنی ویدیوهاش خیلی با من خوشحال میشه اینا رو بینه. وقتی جمهوری اسلامی این حرفا رو اون عراجیف رو میان میگن این مجاست اینا، برعکسی که مثلا من ناراحت بشم تو من خیلی خوشحال میشم، میگن اینا دارن دیگه نزدیک میشن به قذافی و به صدام. و چون صدام میگفت امریکا حمله کنه، من یادم پسرش عدی بود میگفت ما تمام سرباز امریکایی با تابوت برمیگردیم، در صورتی که بغداد تو 14 ساعت سقوط کرد. و این نشونه‌های خیلی خوبیه. مردم فکر میکنم راه درستی رو دارم، دوستان همه نکته‌های خوبی اشاره کردن. واقعا به لیدر الان زنهای جامعه هستن، یعنی واقعا اون نیمی از جامعه به نظر من لحاظ ذهنی هم آماده است، الان هم نشون داده تو صحنه که واقعا میتونه یه حرکتایی بکنه. ما داریم میبینیم ترکشاش که الان به جمهوری اسلامی داره میخوره. البته یادمون نره ما تو قضیه میکنوس تو دهه 70 بود اگه اشتباه نکنم، سفرهای اروپایی همه از ایران رفتن و خیلی مشکلات برای جمهوری اسلامی ایجاد شد. اما خب اون مسائل پشت پرده و اون اصلاح طلبا با اون ترفندهایی که بلد بودن یه جوری به قول قدیمی ها محرفای ما به ماسمالیش کردن رفت. احساس میکنم یه همچین اتفاقی ممکنه بازم برای جمهوری اسلامی بیفته و شاید گروه جیهت همون گروه هفت کشور بزرگ اقتصادی بازم بتونن فشارهایی بیارن سفرها رو. ولی لازمه هر انقلابی بازم میگن این نظر شخصی خودم، چون علاقه دارم به تاریخ انقلاب ها نام کنم. دوستی عزیزی از فرانسه و الجزایر مثال زدن که اون شخص فرانسوی گفته بود، ولی نگفتن که الجزایری ها چیکار کردن که تونستن. یکی از کارهایی که البته من تایید میکنم، مثلا توی انقلاب الجزایر انقلابیون الجزایر دست به حذف فیزیکی مستشاران فرانسوی میزدن، یعنی مثلا کافه ها رو منفجر میکردن. و خب بالاخره هر انقلابی یه شرایط خاصی داره، اینجوری نیست که شما برین گل بدین اون طرف مثلا اسلحه‌اش رو بذاره زمین. فکر نمی کنم البته ایران به اون سمت بره، دوستم ندارم اصلا به اون سمت بره، نبایدم بره، چون ما الان ملت بسیار فهمیده هستیم. اما متاسفانه نیروهای نیابتی واقعا دارن جنایت میکنن. حالا بعدها عوادش معلوم میشه، اون دیگه بعد مردم خودشون به اون طرفی برن که واقعا دولت فکر نمی کنم بعدش بیاد به اون سمت بره که بخواد دست به ترور بزنه، دست به اینا دست به حسب فیزیکیشون بسیار عالیه. اصلا سابقه جمهوری اسلامی فقط حسب فیزیکیه. مردم باید خیلی هوشیار باشن، نباید به اون سمت کشیده بشن. خیلی ها من میبینم کامنت میذارم بخوشین نمیدونم سلام بکنین چیز بکنین، واقعا درست نیست این کارا. البته خب یه مقدار جمهوری اسلامی واقعا کارای کثیفی داره میکنه، واسه که از این لفظ استفاده میکنم، اما واقعا مردم باید هوشیار باشن. ممنونم از این وقتی که در اختیارم بود. ممنون شما آقای گلوندی عزیز بر نظرتون. آقای راهی تا همین داری من چند دقیقه صحبت میکنم. بله بفهم خواهش میکنم، بعد میذارم دوستان نظرشون رو ادامه بدن. در مورد همین نکته که آقای امین در مورد الجزایر گفتن، ببینید من به سرعت دارم رد میشم و وقتی به الجزایر اشاره کردم وای نسادم. اون موقعی که در الجزایر در واقع انقلاب در واقع استقلال خواهی شد، دو تا قدرت جهانی بود، یک طرف امریکا بود، مثل الان نبود که یه قدرت فقط بلا منازع امریکایی یا حالا حداقل اینجوری خودش رو معرفی میکنه وجود داشت، دو تا بود. اتحاد جماهیر شوروی پشت سر این جریان مبارزه مسلحانه الجزایری ها بود و در اونجا نه تنها فرانسوی کشی میشد، فرانسوی ها که جنایت زیاد کردن در اونجا، الجزایریان فرانسوی ها رو به درست یا نادرست کشتن، بلکه حتی بین خود الجزایری ها هم کشتانش بسیار بالا بود. اما کار به اونجا رسید که اون وابستگی کار دست الجزایری ها داده تا همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم، یعنی جریانی جریان وابسته نظامی هم در ویتنام هم همینطور در وابستگی به اتحاد جماهیر شوروی
این جنبش رو کردن و نتیجهش این هستش که این وابستگی دینامیک خودش رو در تقدم تأخرخواهی ها و بعضی از حقوق رو رعایت نکردن ها و کار رو به جنایت در الجزایر رساندن و بی دیکتاتوری ها رساندن در جزایر به اینجا کار کشیده. توجه شما رو به این نکته جلب. من همینطور بحث خودم هم پیش میبرم که همینجور که جلو میریم به این نکات مختلف ضعف ها و نقاط قوت جنبش توجه کنیم. و نکته دیگه این هستش که باید نیروهای محرکه رو جنبش بتوانه جذب کنه. نیروهای محرکه چیا هستش؟ نیروهای انسانی هستن، متخصص ها هستن، نیروی در واقع ثروت های ملی هستن، نیروی امدادی هستش که میتونیم ایجاد بکنیم که این طرف نیرو داشته باشیم، مثلا عنوان مثال بیرون میکنه، اخراج میکنه، بنابراین لازم بشه که بتونیم بهش کمک بکنیم. هم کاری که ما سال 57 کردیم و نفت نبود، بعضی ها صرفه‌جویی میکردن، اصلا نفت نمیگرفتن تا خانواده های دیگه بگیرن، امداد بود، هم این کارها رو لازمه بکنیم. یعنی نمیشه که همه جانبه اقدام نکنیم. یکی از خصوصیات جنبش عمومی همه جانبه اقدام کردنه. لازمه که در زمینه فکری مقابله ها رو بکنیم. بازی های فکری رژیم که همش توجیه و لغزانه مثل حباب روی آبه، اونا رو نشون بدیم. شما که میگی تورم قابل حل نیست، تورم راه حل قابل حل به این علت، همون اقتصاددانای در درون ایران باید این کار بکنن، در خارج که خوشبختانه شده، به اندازه کافی متاسفانه نشده، همینطور در زمینه های دیگه. و توجه داشته باشیم علاوه بر اینکه نیروهای محرکه رو که حالا به سرعت از روش رد شده توجه کنیم، یواش یواش برای اینکه این جنبش رو همین کسایی که قدرت خواه هستن یا میخوان مهم باشن با قول آقای شایگان جلوشونه بگیریم، به تدریج لازمه بدیل و آلترناتیو رو معرفی کنه. به میزانی که مردم خواستهای خودشون رو نشون میدن، اون بدیل خودشو نشون میده. حقوق مردم رو میخوان، خب بدیل وجود داره. نمیدونم آزادی فقط میخوان، حالا فعلا استقلال بذاریم کنار، اون بدیلش هم وجود داره. استقلال میخوام به این مفهوم که من نیروهایی رو دارم، به معنی استقلال هم به این معنی نمیگیرم که میخوام منزوی باشم تو دنیا، نه، من با تمام دنیا میخوام ارتباط داشته باشم مطابق اساس حقوق، نمیخوام تبعیض آمیز باشه. بنابراین من ارتباطی که میخوام با همه دنیا ارتباط داشته باشم، دیگران میتوانن به بهانه های مختلف من از ارتباط محروم کنن، بس من خودم رو ارتباطی معرفی میکنم. من مستقل بر روی حقوق خودم مستقل هستم. چرا؟ برای اینکه این حقوقی که من دارم دیگران هم دارن، من خواست حقوقی من ضرر دیگران نیست، خواست حقوقی دیگران ضرر من نیست، پس بنابراین من عادلانه دارم برخورد میکنم، من ارتباطی هستم. من ارتباطی رو دیگران بهانه پیدا میکنن به این علت که مثلا اپوزیسیون وابسته وجود نداره، تو تلویزیون ها مثلا دعوت نمیکنن، یا به عنوان اینکه من مستقل خودم رو معرفی میکنم از نظر حقوقی، معتقد هستن که من خطرناکم برای فلان منفعت. فعلا زوده به این علت که فرهنگ رشد نکرده، در صورت که ایرانی ها به میزان بسیار زیاد بالا از نظر دموکراسی رشد کردن. کشورهای دیگه حتی به اندازه خیلی کمتر از ما هم دموکراسی خواهی داشتن رشد کردن. یه مثالی میزنم که برای اینکه ببینیم که این مسائلی که میگیم قابل حله. این فتالیسمی یعنی یک نوع جبر حتمی وجود نداره. سنگاپور یک کشور عقب افتاده معتاد، مردمش جنایتکار، و که اینقدر دیگه این وضعش خراب بود که وابستن به اگه یادم باشه به مالیزی بود، آزادش کردن، استقلال بهش دادن. یه رئیس جمهور، یه آدم باشعور پیدا شد، 30 سال تو این مملکت آمد، نیروهای که وجود داشته تو اون جامعه، یعنی میخوام بهتون بگم یه جامعه اونجور جنایتکار و فاسد هم توش نیروهای سازنده وجود داره. دارم اشاره میکنم، فکر کنم آقای شفایی اشاره کردن که جوان ها رو میگن که نمیدونم معتادن و اینا، نه، نیرو وجود داره، نیروها رو استفاده کرد، سنگال سنگاپوری رو ساخت که الان میبینید، 30 سال هم در قدرت ماند، یعنی مردمش رای دادن. پس این که میگین مردم، یعنی مردمی خواستن تغییر کنن، از این خواست تغییر استفاده کرد، روز به روز تعداد اونایی که میخواستن تغییر کنن زیاد شد. در یک جامعه یه عده‌ای وجود داشته باشن که بر روی حقوق وایسن، اون عده میتونن تمام یک جامعه رو بسازن. ساخت همون عده‌ای که حتی اولش معدود هستن میتونه روز به روز گسترش کنه، به میزانی که گسترش پیدا کنه زیاد میشه. ما انقلاب کردیم، اما این
تداوم حقوقی رو نداشتیم. این برایند نیروهای اجتماعی ما تفوق پیدا نکرد بر نیروها، برای نیروهایی که رژیم جذب یا دفع میکنه. پس بنابراین لازمه توجه بکنیم این درگیری همه جانبه رب پیدا میکنه یا به تدریج برایند رو معرفی کنیم. و بنابراین در حال حاضر لازمه یواش یواش ببینیم که مردم های سخنگو انتخاب میکنن، اونجوری که شاهنامه میگه. بنویسیم شاهنامه روش های جنبش عمومی رو نوشته، در شاهنامه ما هست. فریدون میشه سخنگوی تمام خواست مردم. این لازمه پیدا بشه که در اینجا مردم بتوانن اینطور. ما این کار کردیم سال 57 مطابق این اشتباه که امتحانش نکردیم خمینی رو. او قبول کرد که خواستای مردم رو سخنگو باشه، نوکر مردم خودش رو میگفت. حالا کلمه نوکر رو نگو، خودش رو دنبال مردم میدید، دنبال مردم رو گفت من دنبال مردم هستم. پس بنابراین لازمه که ما این لازمه اینو داشته باشیم. کجاها دیدیم که نداشتن این میتونه باعث پیروزی بشه؟ اما پیروزی شکننده در بهار عربی دیدیم. پیروز شدن اما سخنگو نداشتن، شعار استقلال هم یادشون رفت. هیچ کدوم از این شعار کشورهای عربی که انقلاب کردن، تونس و مصر و همین شعار انقلاب، تو استقلال توش نبود و سر همین برباد رفتن. آقای البرادعی بعد از اینکه کودتای نظامی شد گفت ما یک اشتباهی رو کردیم. درسته که این اخبار المسلمین آمد در اونجا خرابکاری های زیادی رو کرد، اما ما نباید میدان میدادیم به نظامی ها که بیان کودتا بکنه. حالا باید 20 سال 30 سال دیگه وایسیم تا دوباره اتفاقی بیفته. پس میبینیم که دقیق عمل کردن نیروهای محرکه، دقیق عمل کردن نیروهای انسانی، بدیل منطبق با حاکمیت مردم پیدا کردن و سخنگو پیدا کردن مهمه. سخنگویی که میتوانه فقط حقوق بگویه، به محض اینکه خواستی غیر حقوقی گفت، همون سخنگو رو هم لازمه نقد بشه. سخنگویی که میاد در پاریس میگه که نمیدونم دموکراسی آزاد است، نمیدونم من دولت برای جمهور مردم تعیین میکنم، در ایران میاد میگه من تو دهن این دولت میزنم، ما باید همون اول تشخیص میدیم این اون سخنگویی تو پاریس هست نیست. به جای اینکه بره از با خمینی رو دارم میگم، بره اول دانشگاه تهران بعد بره قبرستان، دانشگاه تهران هست کرد مستقیم از فرودگاه رفت قبرستان، باید تشریف میدادیم روشنفکر رو میخواد حذف کنه، مصدقی های اون موقع رو میخواد حذف کنه. ما باید تشخیص میدادیم که این از همون اولش که میگه تو دهن دولت میذارم، ما دهن تو دهن دولت زدن نداشتیم، ما زورگویی نداشتیم، که ما آمدیم یه جنبشی رو کردیم، میخواهیم تغییر ایجاد بکنیم، تغییر هم میخوایم در جهتی ایجاد بکنیم که آقا بالا سر دوباره نداشته باشیم. دوره آقا بالا سر برای ما درست کرد. من نمیدونم تعیین کی این کار کرد، خود ماها چه کار کردیم؟ خمینی ضعیف مطیع رو تبدیل کردیم به یک موجود هاری که ستون پایه‌های قدرت هم دستش دادیم. براش سپاه پاسداران درست کردیم، جهاد سازندگی درست کردیم، دادگاه انقلاب درست کردیم، دادگاه ویژه روحانیت درست کردیم که همون روحانیتی هم که میخواد مخالفت بکنه اونا رو هم از بین ببریم. و هم واقعاً ستون پایه‌های قدرت کمیته‌های انقلاب درست کردیم که سرکوب مردم بکنن. برای این که اونایی که جوان‌تر هستیم به یک نکته توجه بکنم، این رو توجه کنم، 24 14 اسفند سال 59 آقای بنی صدر که رئیس جمهور مردم بوده میره در دانشگاه تهران نطق بکنه. مردم زیادی هم اومده بودن. یه دهی با چوب چماق میان به جون مردم بیفتن. آقای بنی صدر از اون بالا میگه که آقای بنی صدر بعدن توضیح میده، میگه ما ولایت جمهور مردم یعنی حاکمیت مردم، دموکراسی مردم هم که همینجا هستن. چجوری مردم نتونن اینا رو دست بکنه؟ از همون بلندگو میگه بگیرید اینا رو. مردم میگیرن. هم چماقدارا رو میگیرن. حالا در بیارید مدارک شناسایشون رو در میارن، کمیته نمیدونم فلان و کمیته قم و قزوین و نمیدونم فلان و اینا. و مردم توانستن پیروز بشن 14 اسفند در اونجا بر چماقدارا، بر نیروهای سرکوب خود روح الله خمینی. و بنابراین ما میتوان توجه به خوش اینو دارم میگم به این علت که ما موقعی که میگیم حاکمیت مردم، به زوایای اون قدرت که در ما هست و معتاد بهش هستیم لازمه توجه بکنیم. و لازمه که موقعی که نگاه به قدرت داریم، نگاه به خودمون هم داشته باشیم، چون قدرت همه جاست، تو ما هم هست. مثال بزنم، این نیروهای سرکوب فرزندان همین مملکت هم دیگه. چرا این فرزندان یه مملکت سرکوبگر شدن؟ از خودمون باید سوال کنیم آیا مدلای ازدواجی که ما داریم صحیحه؟ آیا بر مبنای عشق، بر مبنای عشق با برنامه و پروژه مشترکه که در اون
اتحاد و هماهنگی فکری وجود داره یا نه بر اساس منفعت هاست و عشقی هم وجود نداره، حالا یه تولیدی نسلی هم هست میکنیم و دعوای تو خانواده هم به اون بچه منتقل میکنیم، بابا بچه میبینه که بابا مامانه به بابای فحش میده، بابای مامانه میزنه، نمیدونم یا مامانه بابا رو میزنه، یا اینکه انواع اقسام درگیری ها و تو این دعواها و چیز بالاخره بزرگ میشه، با همون تمام اون خشونت ها بزرگ میشه، بعد بچه هم میاد که نیروی سرکوبی هم میشه یا جاهای دیگه اجتماع. پس یه نگاهی که به خود میکنیم میبینیم که ماها سهم اولیه رو نداریم، ولی کم و بیش همه جا سهم داریم. اینکه آمدن زنها مهمه در یک جنبش به این علت هستش که زنها در مجموع توانستن خود رو سالم تر نگه دارن. الان بهترین رابطه ای که تو دنیا میشناسیم رابطه مادر دختره، بهترین رابطه به طور کم و بیش بالا پایین، حالا بهترین رابطه رابطه مادر دختره. نکته دیگه که باید توجه داشته باشیم تو این خانواده که ما داریم بچه ها رو بزرگ میکنیم، دختر رو بزرگش میکنیم با ناز و نوازش، سالمتر بار میاد، بچه رو از 7 سالگی به خود بار میاد. بچه که هنوز احتیاج به مهر مادری داره، مهر مادر و پدری داره، میخوام زمخت مردونه بارش بیاریم. یعنی هنوز بچه رشد طبیعی خودش رو با حقوق نکرده، او رو ما میخواهیم به این علت که مرد است و لازم است که اقتدار داشته باشد از محروم میکنیم از طبیعت خودش، از عشق و مهر به میزان دیگه. بنابراین دختره ادامه پیدا میکنه. نمونه این که الان دخترها توی تحصیلات موفق در پسر هستن میتونه یه علتش این باشه که هست حتما، به احتمال زیاد، به احتمال قریب به یقین همین هست. پسر در واقع تربیت ما تربیت قدرت مدارانه است. تربیت قدرت مدارانه ما موقعی که میشه مزدور تبدیل میشه به موجود خشن، و خوشبختانه بین اینها هم خشن به اندازه یک اندازه نیستن، کسایی هستن میبرن. زمان شاه این اتفاق افتاد، فرار از سربازخانه ها پیش آمد به حدی که دیگه نیرو سرکوب نداشت، به اندازه کافی نداشت. اون تیمساری که از شاه بوک از ایران میرفت گفت به تیمسارا از این جنرال هویزر که آمده بود ایران، اونم بدون اجازه دستگاه های قانونی مملکت و پاشدود بر خودش اومده بود ایران، به شاه خبر میدن که هویزر ایرانه. حالا بعدش که میخواد بره بیرون دیگه از این هویزر حرفشنوی داشته باشید. تیمسارا چرا نمیپذیرن؟ علاوه بر اینکه روی ملی داشتن، دلیل دیگه شون این بود که قدرت سرکوب نداشتن. خیلی ممنون، بفرمایید. از شما آقای رایی، البته شما درست فهمید آدم باید از گذشته درس بگیره، اشتباهاتی که در جنبش های گذشته، انقلاب های گذشته داره باید درس بگیریم و تو این انقلاب به کار بریم. بانو بیرجندی عزیز، یاد معطر مونیم، بفرمایید. ممنونم، مرسی. استفاده میکردیم از صحبت های آقای رایی گرامی. من حالا یه خبری رو تقریبا یه 10-15 دقیقه است که اومده، خواستم بگم به شما دوستان عزیز. یعنی باز اینم میشه یه جوری خیلی خنده داره واقعا، ولی باز میشه اینو یه تحلیلی گذاشت روش، یعنی که ببینیم مقابلمون کی هست. واقعا خبر اینه که وزارت خارجه جمهوری اسلامی شبکه ایران اینترنشنال رو تحریم کرده و نوشته که تعدادی از نهادهای اشخاص در بریتانیا و مرکز ملی امنیت سایبری بریتانیا، ستاد ارتباطات دولت بریتانیا، شرکت ولانت مدیا اگه اشتباه نکنم، اینترنشنال و بی بی سی فارسی. من حتی تو این تایم سعی کردم بگردم ببینم این تحریم ایران اینترنشنال چه تأثیری داره واقعا. نتونستم جلو خنده ها بگیرم، عذر میخوام واقعا. ولی خب این که بخوایم فکر بکنیم که بدونیم کی در مقابل ماست، ما با چه طرز فکری مواجهیم، روبرویم، لازم دونستم که اینجا بگم خدمتون. اما صحبت اصلی که میخوام بگم اینجا خدمتون، جناب رایی، یه مسئله که من حالا داریم راجع به نقاط و ضعف و قوت صحبت میکنیم دیگه، خب من صحبت میکنم با افرادی که تو ایران هستن، از جمله خانوادم و دوستانی که دارم. من میخوام صحبت هایی که من میشنوم، چرا مثلا یه عده‌ای رو میتونیم بگیم این افکار رو دارن، مثلا حالا نمیپیوندن یا هنوز باور نکردن یا هر چیزی که دیگه هست تو ذهنشون،
صحبتایی که به من گفتن من شنیدم که خب بر خود منم سوال بود. یکی به من گفتن که خاتم الانبیا یک نمیدونم سازمان نهاده حالا هرچی که هست، یه چیزیه که خیلی نفوذیه و خیلی شاید از هلدینگ‌های بزرگ ایران باشه، نمیدونم واقعا چجوری هست، که گفتن خب مثلا اگر قرار باشه اتفاق بیفته اینا نمیذارن چون اینا قدرت دارن، نفوذ دارن در جا، مثلا معاملات بین المللی دارن خب خیلی از کشورهای دیگه. یکی راجب توافقنامه 25 ساله ایران و چین صحبت کردن به من، گفتن نمیشه نمیتونن چون اینجوریه، مثلا میدونید یعنی حتی تو اعتصابات هم به من گفتن اصلا مهم نیست براشون که کارگرای مثلا اصلوی کار نکنن، اینا پیمان کارم یه نیروی چینی میارن میذارن. یکی قرارداد 20 ساله روسیه رو گفتم، حالا همینطور خیلی دیگر رو گفتم. خواستم بدونم که مثلا اینجور تفکرها تا حدودی میشه بگیم تأثیر گذاشته، آیا واقعا باید نگران اینجور مسائل باشیم بهش بپردازیم یا نه؟ ممنون، مرسی که زمان به من دادیم. از شما خانم بیژندی. آقای رای صحبت فرمودی یا اگر بخوان چند نکته میتونم بگم بعد دوستان ادامه بدن. لطفاً که آقای حسن نشودم خاص صحبت بله. بفرمایید. این مطلبی که خانم بیژندی میفرمایند در مورد قرارداد 25 ساله در مورد ایران انترنشنال، حالا یک نظر قوی این هستش که این وابسته به عربستان سعودیه. خودشون تکذیب میکنن، میگن این هولدینگ هایی هستن که حالا ممکنه پولم از عربستان میگیرن اما به طور مستقیم نیست، ربطی هم به وابستگی نداره. حالا یه قسمتش میتونه این باشه که رژیم انتخابش کرده برای اینکه بگه که انگ وابستگی بزنه، بگه که اونایی که میرن مصاحبه میکنن وابستن، میتونه این باشه. یکی هم میتونه این باشه که ایران اصلا یه مقدار کارشو بهتر از برای انجام داده، قشر وسیع‌تری میرن باش مصاحبه میکنن، تازه تحلیل های دیگه هم داره و رژیم ترسیده در واقع. شاید هم هر دو ایناست، به نظر من هر دو ایناست. اما در مورد قرارداد 25 ساله تجربیات زیادی در دنیا نشون میده که قرارداد در موضع زیر سلطه با چین زدن بسیار خطرناکه. ویتنام دیگه یک نمونه شه. چینیان میرن برای خودشون کار ایجاد کنن، نمیرن برای نیروی محلی ایجاد کنن، میرن در یک کشوری سرمایه گذاری میکنن، سرمایه گذاری بزرگ هم میکنن برای اینکه بتوانن یه شبکه بزرگی رو ایجاد بکنن و در این شبکه بزرگ کشورها یه مقدار استفاده رو ببرن و خودشون استفاده بزرگی ببرن. توجه شما رو به دو تا استراتژی اساسی بین کشورهای غربی و چین جلب میکنن. کشورهای غربی مثل شطرنج عمل میکنن، مورای سفید سفید هست، یکی میبره یکی میبازه. چینی ها بر اساس بازی معروف چینی عمل میکنن که در اون شما سعی میکنید سهم بیشتر داشته باشید، طرف مقابل سعی میکنه سهم کمتر داشته باشه و شما به فکر کشتن طرف نیستید، به طرف محدود و کوچیک کردن طرف هستید. چینی ها این گونه عمل میکنن. حالا این با توضیح طولانی ها، خلاصش همینه. یعنی دو تا استراتژی سرکار داریم. چینی ها میگن من برای اینکه بتونم استفاده بکنم با یه زمین زمینه‌ای هم درست کنم، سری امکاناتی هم فراهم کنم. افریقا رو الان اینجوری رفتش توش، توی کشورهای افریقایی. افریقایی رو که قرنها اروپایی ها خصوصا انگلیسی ها فرانسوی ها بودن یه دونه راه نساختن براشون یا خیلی کم ساختن، در بعضی کشورها نساختن، در بعضی کشورها خیلی کم ساختن، چینی ها رفتن دارن انواع اصلا زیر ساختار رو درست میکنن برای که میدونن از اونجا بخون استفاده میخوان ببره. چین بنابراین کاری که میکنه به میزان زیاد محیط هایی رو فراهم میکنه که در اون بتوان همین بازی که به شما گفتم روز به روز سهم خودش رو زیاد کنه. اما چرا این قرارداد 25 ساله با چین خطرناکه؟ برای اینکه رژیم ولایت فقیه وابسته است به امریکا، اصلا با کودتای همکاری خود امریکا آمده سر کار، فوش میده جلو پشت سر معامله میکنه، یعنی رژیم کاملا وابسته است، استبداد غیر وابسته است نداری. و این رژیم موقعی که میاد با چین چیز میکنه این طرف تشر رو میگیره. نمونه شو براشو بزنم، زمان آقای بارک بابا، همین رژیم به خاطر تحریم ها و به خاطر ضعفی که بوده قرارداد بسته با چینی ها که 2/3 چاهای نفتی رو که چینی ها بهره وری میکنن چینی ها بردارن، 1/3 ایران برداره. بارک اوباما چیز داد، اولتیماتوم داد به چینی ها، همچین قراردادی رو با قبول نداریم، همچین چیزی که شما 2/3 بردارید. یعنی اون موقع
با دخالت امریکا بود که این نتونستن این چینی ها این امتیاز رو بردارن. یعنی چینی ها خیلی سهم بزرگ میخوان، سهم 50-50 که محمد رضا شاه میخواست مثل دیگر رو بعد از اینکه کودتا کرد رو برقرار کرد، اون از اون هم کمتر یک سوم. از اینقدر ضعف این رژیم نشون میده، این زمین این رژیم اونقدر ضعیفه، با نیروی سرکوب مردم به خودش کنترل میکنه، اما با همه کشورها برای اینکه بتونه اونا رو با خودش نگه داره مجبور باج بده، حتی کشورهای کوچیکی مثل قطر. از زمانی که چاهای مشترک ایران و قطر به وجود اومده استفاده رو قطر برده. میدونید که اون قسمت مشترک مثل گلابی میمونه که پایینش به طرف قطره، سرش به طرف ایران، سر تموم شده دیگه. ایران خیلی کم استفاده کرد، بزرگترین استفاده رو قطر کرده از اونجا که ایران رو دیگه پس نخواهد تونست بگیره. از اون صحبت از هزاران میلیاردها پس نمیتونه بگیره، رفت دیگه، رفت از بین. تو قرارداد بین‌المللی یه متخصص نفتی رو ازش سوال کردیم آیا میتونیم یه روز اینا رو پس بگیریم، نه وجود ندارن چون قراردادی. خب ایران میخواست ارزه داشته باشه، خودش هم مصرف کنه، نمیتونه. و همینطور انواع اقسام ضررهای دیگه. بنابراین رژیم ضعیفی هست که این کارها رو میکنه و در واقع ما داریم در وضعیت ضعیفی خودش قرار داده که اگر با قرارداد 25 ساله رو ببنده، حالا اگر اومد امریکا گفتش که من بهتون تحریما رو برمیدارم یا قسمتی رو برمیدارم، چه بخواد جواب بده؟ نمیتونه جواب بده. هم این طرف چینی ها رو دلخور کرده از خودش که گفت قرارداد وسیله، حالا بخواد بره طرف امریکا، طرف امریکا هم نره، این طرف امریکا نمیذاره چینی ها عمل بکنه، برای اینکه حجم اقتصادی نداره ایران با چین که بسیار حجم بزرگ اقتصادی داره. امریکا بگه نکن، چین هم نمیکنه. پس بنابراین به ضرر ایران خواهد بود. بر فرض هم که اومد یه سری چیزا رو میخواد انجام بده، بخور و نمیر رو میدم. شما توجه بکنید با ما رفتارهای بسیار زشتر از کشورهای عربی تا حالا کردن. ما با وجود اینکه اون مستعمره نبودیم، نفتی رو که ما میفروختیم سانتیم به سانتیم رو انگلیسی‌ها به ما میدادن. در اون دوران میدادن کجا؟ در یه حساب بسته که هرگز نتونستیم از اونها استفاده بکنیم. بانک شاهنشاهی به حساب‌های شخصی محمد رضا پهلوی در خارج کشور با پول‌های نفت اون موقع رضا شاه یک شایش بر ایران خرج نکرد. همین راهنی هم مثلا بوان ساخت با مالیات قند شکر ساخت. پولا کجا رفت؟ از بیرفتم اون رفت بکرد. بس تمام درآمد نفتی دوران رضا شاه رو ما استفاده نکردیم. اونم چقدر؟ چند سانتیم از یک پوند. اون چند سانتیم حد اکثرش دیگه رسید به 16 سانتیم از یک پوند. خیلی کمتر از 50-50 بود که عربستان داشت یا کشورهای دیگه داشتن. پس توجه داشته باشیم که برنامه و سیاستی با ما در کاره که تغییر و تغییر شدیدتر از کشورهای منطقه است. شما پایین‌تر از مملکت دیگه این گونه رفتار می‌کنید، باتون بد برخورد می‌کنید. پس استقلال برای ما حیاتی است. رابطه خارج از قوا یعنی حقوقی برکردن برای ما حیاتی است، یعنی یک انتخاب نیست، زندگی مرگ و حیات برای ما هستش. هرگاه این رو توجه نکنیم میافتیم تو جریانهای قدرت مدارانه، همونطور که توضیح دادم یک نیروی سیاسی بیاد و وابسته بشه اونجا. بفرمایید. خواهش می‌کنم. ممنون آقای رایی. آقای انصاری نژاد و دیگر دوستان لطفاً 3 دقیقه رو از این بعد رعایت کنید چون به پایان جلسه داریم نزدیک میشیم. بفرمایید آقای انصاری نژاد. سلام عرض ادب مجدد، ببخشید من مایک نداشتم. چشم حتما. من فقط خیلی تیترخوار میگم رو مطالب رو که حالا عنوان شد در خصوص همین آسیب شناسی، و لطف کنید وقتم تموم شد اطلاع بدید من دیگه صحبتم رو تموم میکنم. در خصوص صحبت سرکار خانم بیرجندی که من منظورم کمیت زنان نبود و حالا کمیت جامعه، منظورم کلا طیف زنان جامعه بود که به حدی قدرتمند عمل کرده که ما دیروز حتی دیدیم تو کره جنوبی زنان روبروی سفارت ایران اعتراض کرد. الان این من حتی بیش از نیمی میدونم، چون اگه بخوام زنان دنیا رو هم در نظر بگیریم میبینیم که چقدر حمایت ها زیاد شده از جنبش ایران به این دلیل. در خصوص اینی که ما در حقیقت یک آسیب شناسی داشته باشیم که انقلابون به بیراهه نره، جناب آقای امین فرمودن که ایران انقلابش حالا با این جنبش رو با چه جنبش مقایسه میکنید، مثلا فرانسه. بله ما جنبش فرانسه بر مبنای یک حقوق جهان شمول بود، به نتیجه هم رسید، ولی انقلابایی هم داشتیم مثل انقلاب 1917 روسیه که خب بعدش لنین اومد و مجدد انقلاب کرد و ما تاثیرات اون دیکتاتوری رو هنوز که هنوز داریم میبینیم چون انقلابشون خوب پیش نرفت.
و کاری که ما میتونیم انجام بدیم اینه که هم شعار استقلال طلبی رو گسترش بدیم توی این جنبش و هم این که یک پلن و آلترناتیو داشته باشیم برای مرحله تثبیتمون که بر مبنای حقوق جهان شمول بشری باشه. و در خصوص باز هم دارم میگم خدمتون جایگاه زن، همونجور که جناب آقای رایی عزیز در ابتدای جلسه عنوان کردن، من میخوام واقعا قدرت زن رو بگم که حتی از نینی هم من فراتر میدونم. این که زن نماد زایایی، نماد نامیرایی، همونجور که گفتن حتی توی شاهنامه و توی ادبیات جهان هست و این نماد زندگی در واقع هست. یعنی ما الان داریم این تفاوت رو میبینیم، بعد همین جنبش زنان اشاعه پیدا کرد به نوجوانانمون توی مدارس و دانشگاه ها که الان هم میبینیم باز هم نقش دختران دانش آموز خیلی پررنگ تر هست توی این قضیه. من فقط همین سه تا مسئله رو میخواستم خدمتتون عرض کنم. خیلی ممنونم که مجدد وقت رو در اختیار من قرار دادید. شما آقای افسرنژاد عزیز، آقای بلوندی در خدمت شما هستیم، بفرمایید. ممنونم. در مورد صحبت های خانم استفاده کنم، بیرژندی بودن فرمودن که کارگرها اگر اعتصاب بکنن گفتن که مثلا کارگر چی میگن. ببینی از این شایعات و این قبیل تو پروپاگانداهای حکومت‌های پوپولیسم زیاد ما می‌بینیم. مثلا زمان شاه میگفتن که شاه نوکر امریکاست و تمام مثلا نفت ما دست انگلیسی‌هاست و امریکایی‌هاست و خب بعد انقلاب دیدیم که نه، همچین هم اینجور نبوده. یا مثلا سیستم هوانوردیمون رو میگفتن کامل در اختیار مثلا امریکایی‌هاست، حالا ایرانی هیچ کاری است. الان هم با این شایعات که اگر مثلا کارگر پالایشگاه اعتصاب کرد ما میریم چینی میاریم. آقا من یه چینی، شما یه چینی، حاضرین کشوری بریم که امنیت نداره، مردمش رو خون حکومتش تشنه؟ خب مسلما چینی ها عقل دارن، هیچ کس رو اسب بازنده شرط بندی نمی کنه. این قبیل شایعاتی که حکومت ها درست میکنن، حالا مثلا نیومدین حالا دست بخونین هم دانشگاه رو اصلا میبندین، اگه میتونن خب ببندن، اگه واقعا چاره‌ای داشتن خب همه دانشگاه رو می‌بستن، دانشجو رو بازداشت نمی‌کردن یا کتک نمی‌زدن یا ازش تعهد نمی‌گرفتن. اگه اینا که براشون به قول خودشون که میگه اگه میگم واقعا براشون فرق نمی‌کنه، چرا مثلا همه دانشگاه رو نمی‌بندن؟ چرا مثلا همه نونوایی رو نمی‌بندن؟ چرا همه بمب بنزینا رو نمی‌بندن؟ خب نمیشه واقعا. عقل سلیم مردم نباید گول این بازی‌های جمهوری اسلامی اینه که واقعا تو سال 2022 نه واقعا خنده داره. یک کسی ما دو جلیق زهردار رو داشتیم به فرانسه. فرانسه فکر میکنم یکی از ابرقدرت های اقتصادی دنیا است، اینه که همه میتونن، یعنی گروه هفت هم که هستش. ببینید خب رئیس جمهورشون هم پاهاشون هم داره، همه خواسته هاشون رو قبول نکرد، ولی فکر میکنم 90% خواسته های جلیق زهردار رو قبول کرد. یعنی اینجور نیست که شما یک کشور بزرگی، مثلا من یادم چند سال پیش هم دولت آلمان به مازاد بودجه آورده بود، توی یک از این سایت های مال خود خبرگزاری آلمانی بود و ترجمه کردم، میگفت که پولی که دولت آلمان، مثلا سرمایه که دولت آلمان داره برای گردوندن دولتش، دولتشون واقعا خیلی کوچیک‌ترن، منظورم ساختارهای دولتیشون نسبت به جمهوری اسلامی، گفت تا 200 سال آینده پول دارن که پول گردوندن دولتشون و کارمنداشون و کارمندای دولت رو بدن. خب ولی اگر شما تو همین آلمانی که دولتی که مثلا میگه مثلا 200 سال یه پول کارمنده، اگر مثلا یه بخش مثلا لوفتانزا که اصلا شرکت خصوصیه مثلا، یا یه شرکت دیگه، یا یه شرکت حمل و نقلی حتی کوچیک هم بیاد اعتصاب بکنه، آیا دولت میگه من اصلا اعتصاب شما رو قبول ندارم، برین هر چطور میتونید بکنید؟ نه، اینجور نیست. در مورد ایران هم میتونم بگم، بفرمایید. بله ایران هم میتونم بگم که شما ببینید ایران یه لولو خورخوره الان تو خاورمیانه که بیشتر نفت رو امریکا برده. اگه لولو خورخوره نباشه خب اسلحه نمیتونه بده به کشورهای عربی، اسرائیل اون منافعی که داره نمیتونه حفظ بکنه، حتی روسیه منافعی که داره به دسترسی به خلیج فارس یا چین و اون قراردادهایی که دوستان فرمود. ممنون ازتون، این وقت در اختیارم قرار. من از شما آقای شفایی هم دستشون رو آوردم پایین و اعلام کردم که صحبت نمی‌کنم. آقای رایی صحبت‌های پایانی بفرمایید. بله خیلی ممنون از صحبت‌های همه دوستان و مشارکت همتون. در آخر بنابراین خواهم به شما بگم که به نقاط ضعف و قوت رژیم که توجه می‌کنین، لازمه توجه کنیم که این جنبش همگانی به عنوان روش بمانه. اگر نمانه مشکلاتی رو که الان با هم صحبت کردیم میتونه پیش بیاد. توجه شما رو جلب میکنم که نه تنها جنبش همگانی در ایران روشه، در تمام دنیا روش شده.
به جایی رسیدیم که تمرکز قدرتی به وجود آمده، راه حل دیگه باقی نداشته. به معنی اینکه وارد راه حل دیگه بشیم، رفتیم تو وابستگی و وارد شبکه جهانی قدرت شدن. و به این علت هست که هم اساسی و هم حیاتی است و هم روشی هست که جواب میده، ممکنه دیگر جواب بده. بنابراین سوال پیش میاد که شما با که تاکید میکنی، منظور شما این هستش که خیلی خب حالا اگه ما نمیتوانیم ول کنیم، من این رژیم باشه؟ نه، من نمیگم رژیم باشه، من میگم سعی کنیم. اما اگه سعی ما به نتیجه نمیرسه، جایگزین برای سعی خودمون پیدا نکنیم. سعی ما همینه، به نتیجه میرسیم، متأ میتونیم دیرتر به نتیجه برسیم. یه سوال دیگه که در این روش انتقادی که میشه اینه که بابا شما که این میگه که مردم چیز کنن، ممکنه مردم نتونن. این رژیم توان مقاومت مردم رو کم میکنه، قشر متوسط از بین برداشته برده و تمام کار رو به جایی میرسونه که رابطه مقابله یه عده ثروتمند میشه با بقیه بدنه مردم، که اونا احتمال مقاومت و امکانات داره، این طرف نداره. پاسخ اینا هستش که هرگز مقاومتی ملتی به صفر نمیرسه، کما این که بدتر از ماها رو کشوری مثل فرانسه مثلا داشته دور 200 سال پیش. شما نگاه بکنید میبینید که مردم پاشدن و انقلاب کردن. راه حل مسئله دیگه که با توجه بکنین، نقش قدرت خارجی رو همیشه با تواصمون باشه، محل عمل و نقشش با تواصمون باشه. میخواد دخالت کنه و دخالت هم میکنه، هر کاری هم بکنه دخالت میکنه، رژیم هم نوکرشه و این رژیم نوکر رو میخواد. اگر هم بخواد جایگزین بکنه، یک نیروی وابسته به خودش رو میخواد جایگزین کنه، حالا تو این رژیم باشه یا نباشه. و توجه شما رو به این نکته جلب میکنم که بارها به بارها سعی کردن جایگزین این رژیم بشن از دو راه، یا از طریق وابستگی به قدرت خارجی که متاسفانه برای خودشون دیدن که نه، رژیم از همین رژیم حمایت میکنه. پهلوی طلبها این کارو کردن، مجاهدین این کارو کرد که الان وابسته به نیروهای تندروترین و فاسدترین نیروهای آمریکایی، نتونستن این کارو بکنن. و دیگرایی هم سعی کردن که از درون رژیم خودشون رو مثلا خیلی خوب و نشون بدن که این رژیم بی‌لیاقت، نمیدونم علم نداره، ما علم داریم و ما نمیدونم مفهوم، ما میایم از درون کودتا میکنیم مثل حزب توده. یک روز لیست به خمینی اطلاع میدن که نماینده بفرست، خمینی نماینده خودشو میفرسته پاکستان، لیست تمام توده ها رو دستش میدن، همه رو یه شب جمعش میکنن میره. پس در این رژیم این میبینید روش خواستم به شما بگم که چرا جنبش همگانی راه حل هست برای این جنبش. و این جنبش درسته که داره خوب پیش میره، اما تمام این بدیل سخنگو همه اینا رو لازمه پیدا کنه، نیروهای محرکه رو لازمه جذب بتونه بکنه به حدی که به توان مقاومت خودش رو زیاد کنه، نیروی امداد لازمه جمع بکنه، شفاف سازی ها رو لازمه با شبکه های اجتماعی گسترش بده و بنیادها در این رژیم رو لازمه همین الان ببینیم آیا در درون دارن دموکراتیزه میشن، یعنی ریزداری میشه طوری که صحبت های این باشه که این رژیم جز تخریب نمیکنه و دموکراتیزه میشه به این مفهوم که به مردم میپیوندن، به حقوق عمل میکنن، رابطه ها دقیق میشه. وجدان ارتاقی رو براتون گفتم، نقش اساسی رو لازمه توجه بکنیم، مرتب ببینیم که مردم توجه میکنن به این رابطه های اخلاقی و دست بر میدارن از آلودگی های مثل میدونم رشوه گرفتن و کوتاه آمدن و قرارداد نوشتن که من غلط کردم و نمیدونم اینا. و لازم است که در این رابطه متاسفانه سال 57 این ضعف رو ما نشون دادیم، حالا هم ممکنه نشون بدیم. جامعه سیاسی لازمه وجدان علمی جامعه رو ببره بالا، وجدان تاریخی رو روش کار بکنه، وجدان علمی رو کار کنه، ارتباطا رو بگه. متاسفانه سازمان‌ها و احزاب سیاسی سال 57 این ایراد داشتن، هنوز هم دارن. رابطه شهروندی لازمه تقویت بشه، مردم در این رابطه شهروندی علاوه بر اینکه به حقوق خود اهمیت میدن، به نوع رابطه همونطور که مادی معنوی گفتم بهتون لازمه توجه کنن. تغییر پاینده و تغییر دهنده رو لازمه توجه بکنیم، یعنی کوتاه نمیایم، وامیسیم، همه تغییرات رو میخوایم، به صورت دائمی هم دنبال تغییرات هستیم، نه اینکه موقت با هم یه توافقی بکنیم. و یادمه که و بنابراین لازمه توجه بکنیم به اون ایدئال های خودمون، اون ایدئال هایی که در واقع میتوانن ما رو به اونجا برسونن. اون ایدئال ساختن یک ایرانی هست با تمام خصوصیات حقوقی و لازمه روی این قشنگ فکر کنیم. خیلی ممنون، مرسی. از شما آقای رایه عزیز بسیار بسیار استفاده بردم از صحبتاتون. من اگر بخوام یک جمع‌بندی کنم در خصوص هم‌اندیشی امروز که موضوع حق اعتراض، بررسی نقاط قوت و ضعف جنبش جاری بود، فکر می‌کنم
اکثر دوستانی که نظر دادن و همینطور خود شما مثبت‌ترین نکته رو حضور بانوان ارزیابی باید بکنیم که واقعا خیلی نکته مثبتی بود. کاملا درسته. و نکته دوم این که این جنبش به سمتی رفت که دانشجوها و دانش آموزا هم بهش پیوستن. امیدواریم که این اعتصابات دیگه بهش پیوسته بشه، گسترش پیدا کنه و به یک نتیجه برسه. البته نقطه ضعفی هم که شما به درستی اشاره کردید این بود که نباید مثل سال 57 اگر انقلاب پیروز شد که قطعا خواهد شد، ما صحنه رو، یعنی مردم صحنه رو ترک کنن و بسپارن به یک سری افراد خاص، باید تو صحنه حضور داشته باشن. بله، من یادم هست در رابطه با صحبت شما یادم هست اون موقع آقای بازرگان گفت حالا دیگه انقلابتون رو کردیم برین خونه بذاریم ما مملکت بسازیم. اشتباه بود این فکر. بله. در صورتی که این ضعف رو باید الان بپوشونیم و از به قول معروف اشتباهات گذشته درس بگیریم. به هر حال سپاسگزارم از شما آقای رای عزیز، از صحبت خوبتون، از همه عزیزانی که تو این جمع حضور داشتن. تشکر میکنم از همکاران عزیزم، خانم زهرا رهایی منشی جلسه، خانم سمان ویرجندی، فرشاد عرابی، مصطفی منیری ضبط صدا و ادبین ها. در ساعت 20:15 به وقت اروپای مرکزی ختم جلسه رو اعلام میکنم. همگی خسته نباشید.